خب شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز شوی پرچونه در تلویزیون مردم تیوی سلام عرض میکنیم به شما. سلام استاد، سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. همچی همچی میگیم متشکریم از اینکه به برنامه پرچونه توجه میکنید. ما اومدیم اینجا تا حرفایی رو بزنیم با شما که همه جا نمیشه گفت، ولی ما اینجا میگیم. واقعا جای شرمندگیه بعد از 10 سال که ما اینو گفتیم هنوز این حرف درسته که همه جا نمیشه گفت، ولی ما اینجا میگیم. خب دومین برنامه هستش که براتون لایو برادکست میکنیم از اتاق خواب پرچونه و نمایش میخواستیم بیاییم تو اتاق خواب پرچونه و داخل اومد آقای من نمیگیم. خلاصه کام بیاییم نمایی دلن چرا من از خود راضی هم نه؟ بله، عرض شد که همیشه درست، صدا درست، تصویر درست، همیشه درست، نه تابلوی پرچونه هست. خب شوی پرچونه What the hell is this all about؟ ما اینجا تو شوی پرچونه در واقع این سری از برنامه های پرچونه رو بعد از 10 ساله اول پرچونه که میدونید انیورسری و سالگرد پرچونه 11-11-2011 بود، ساعت 11:11 ما رو ایر بودیم با شنوندگان رادیو پرچونه. یکی از بهترین جشنها رو تو زندگی من که گرفته شد، یکی از بهترین جشنهای زندگیم همون لحظه بود که از هر سنی از 6 ساله و 7 ساله رو خط بودن، همه با هم بودیم تا به ایبار بالا. به هر صورت توی سری دومش برنامه شوی پرچونه ما توی سری دوم شوی پرچونه ما در واقع میخواییم به یکی از بزرگترین دردهای هممون که همچنین درد من هم هست و درد شما هم هست، من نمیدونم شما 15 سالتونه یا 65 سالتونه، این درد سر جای خودش هست و این داستان دیتینگ هست. دیتینگ and میتینگ، اوکی؟ with the highest rating baby. رپر هم من هست. میخوایم دنیای دیتینگ رو با هم دیگه بکشیم داستاناشو بیرون و با هم حرف بزنیم. It's a dating commentary show. ما dating commentary show نداریم. داریم که آقای دکتر یا خانم دکتر میاد میشه نمیگه که عزیزم باید خیلی مواظب باشی، سکس خیلی زود خوب نیست و آدم باید برای آیندهش حتما در نظر داشته باشه، آدم باید شخصیتش به هم بخوره، آدم باید این دیگه. نه، حرفا رو لزوم نداره شما دکتر روانشناس بشی تا بتونی این حرفا رو بزنی. این حرفا رو اصلا مامان بزرگی رو پرسید بلده، هر دختر بچه 6 ساله هم بگه انشاءالله نیست اینا رو بلده نیست، یا 6 ساله هم نباشه بالاخره 6 ساله نیمه بله یاد میگیره. دیتینگ کامنتری یعنی واقعیت های دنیای دیتینگ، اون چی که شما با هر روانشناسی هم که وقتی مشورت میکنی، تا اونجا که من مشورت کردم و حرف زدم و صحبت کردیم، اکثرا مردا که چه روانشناس باشن، چه دکتر باشن، چه پادشاه باشن، چه جراح باشن، چه خیابون بام خیابون باشن، چه ولگرد گدا باشن، با این حرفا مشکلی ندارن. خب یه زن و مرد تو دو تا دنیای متفاوتی زندگی میکنن. مردا تو دنیای زندگی میکنن که اینجاست و زنها تو دنیای زندگی میکنن که خیال وقت تو خیالات خودشون از خودشون میسازن. در نتیجه همیشه زن و مرد سر مسائل اصلی با هم دیگه کانفلیکت و برخورد و گرفتاری دارن. ما اینجا داریم سعی میکنیم با خودم نهاستش که مردا با من جربتی ندارن، حتی اگر روانشناسی هم با من جربتی داشته و داره و خواهد داشت، این خانم بوده و یکی دلیل اصلش هم اینه که کسی که به مدارج تحصیلی بالا میرسه معنیش نیست که شخصیتش عوض میشه، بلکه یه سری علوم رو تجربی، چه تجربی حالا چه فلسفی چه هرچی، یاد میگیره و قوی تر میشه تو زمینه فکری خودش، قوی تر میشه مگه که واقعا یه سری بفهمه که واقعا اشتباه میکرده. به طور کلی آدم ها خودشون رو پریزنت میکنن وقتی که تحصیل هم میکنن، مثل یه هایی که روش میکنن قوی تر میشه دیگه، نونه چون میدونم کاج رو بکاری هرچی بزرگتر باشه پرتقال نمیده، همونجور کاج بود اگه آب و مواد غذایی بهش نرسه حالا روشنی هم نمیکنه، کاج امردی کچی رو میشه. برسه
این جرب اصلا همش تو difference of paradigm بوده، یعنی اختلاف پنجره نظرمون، اختلاف دیدگاه همون بوده. و ما داریم این مسئله رو تو شوی پرچونه بررسی میکنیم و حل میکنیم. خیلی ها میگن خب حالا شما آمدید 10 سال هی گفتی آقا شما چرا اینجوری میکنی، شما چرا اینجوری میکنی، این کار اشتباه، این کار احمقانه است، این کار خنده داره، این کار نکنی، این کار غلطه، جلوی این کار بابایتی. خیلی خب راه حل چیه؟ راه حل هم از توی فهم مسئله پیدا میشه. همیشه میگن آقا شما وقتی میخوای مسئله حل کنی باید اول فرض قضیه رو بفهمی. فرض قضیه چیه، مسئله چیه، تا بفهمی جواب مسئله چیه. الکی مسئله رو نخونده نمیشه بفهمی حل مسئله چیه. حفظ هم نمیشه که راه حل مسئله رو، بخاطر اینکه مسئله رو یک کلمه شغل جدا بکنم راه حل دیگه درد نمیخواد. فهم قضیه قسمت اول 10 ساله اول شوی پرچونه که البته کلام یاسین بود به طور کلی در گوش خیلی از افراد، ولی خب یک گروهی زیادی هم به صورت داستان رو گرفتن. اینجا در آوردن کلیشه ها و خرد کردن کلیشه ها و مسخره کردن کلیشه ها و ضایع کردن کلیشه ها و این فرمولایی که ما داریم توی زندگیمون بود و اینا همش روی اینترنت هست. fortune.com وقتی میرید وبسایت fortune.com قسمت میدیا اینا همه هست، اونجا که تونستیم آپلود کردیم بقیه هم حالا اویلیبل می‌ذاریم بالا. حالا از این بعد می‌خوایم راه حل پیدا کنیم. راه حل چیه؟ باید اول مسئله رو بشناسیم. دنیای دیتینگ یه چیزی هست جدیده برای ما. برای ایرانی‌ها جدیده. برای کلاً غربی‌ها جدیده. تو شرقی‌ها جدیده. ایران، افغانستان، هند، پاکستان، کجا هر جا که هست. چون اساس زندگی اونوری‌ها، مشرق زمینی‌ها که بهشون میگن جهان سوم، که البته بی خودم نمیگن، اینا اساسش سنتی و مذهبی و دیتینگ خلاف مذهب و سنته. هر کسی هر مذهبی داره اگه دیت میکنه یعنی دیگه مذهب نداره. یهودی دیت نمیکنه، مسلمان دوست پسر نداره. اگه شما دوست دختر داری و میگی من زرتشتی هستم، یعنی در حال زرتشتی دیگه نیست، بهایی هستی و این اکسته، یعنی از وقتی که این آقا با این آقا شروع کردی دیگه بهایی نیست. خب شما مذهب نداری و مذهب تو قشنگ باشی کنار وقتی دیتینگ خلاف همه مذهب هست. اینجا دیتینگ دنس کریسچن سینگلزه. کدوم کریسچنی اصلا اجازه داره by the core of the religion که اصلا بخواد به مرد نامحرمی دست بزنه و سکس داشته باشه، که چه بحثا که دیت بکنه، که چه بحثا بری یه جایی که دیت پیدا کنه و بگن it's a Christian singles dating seminar, singles dance یا Jewish dating website. اگه آمدی تو website دیگه جویش نیستی، جویش که دیت نباید بکنه. خب دیت یعنی خوابیدن با مرد نامحرم و خوابیدن با زن نامحرم بدون ازدواج، این زنا محسوب میشه. شما وقتی میگی این اکس منه، یعنی میگه از موقعی که من با این مرد زنا کردم دیگه من جویش نیستم، دیگه من مسلمان نیستم، دیگه من یهودی نیستم. هیچ بهایی نمیتونه بگه من بهایی ام و اونم دوست پسر منه. نه، شما دیگه بهایی نیستی، چون میگی دوست پسر داری. دوست پسر یعنی خوابیدن با مرد نامحرم، اساسا با مذهبت مخالفه. خب پس به کلام ساده فارسی باید بگیم shut up about the religion. خب و مذهب یه چیز قابل احترامیه برای کسایی که احترام بهش میذارن، برای کسایی که احترام بهش نمیذارن مذهب میشه یک گنگ، یک گنگستر بازی، یک قبیله. من میتونم بفهمم شما بگی آقا من مومشکی هستم و از نژاد مثلا فرض کنم سامی هستم، دوست دارم با نژاد سامی برم بخوابم و سکس کنم و دیت بکنم و هرچی. اینو من میفهمم، چه اشکال نداره. حالا صحیح از لحاظ قانون اساسی آمریکایی یا صحیح نیست دیگه اون به من مربوط نیست، من تصدیق با شماست. شما میتونی بگی آقا من فارسی حرف میزنم، ایرانی هم با ایرانی ها میرم میخوابم، ترکم با ترکا دوست دارم برم بخوابم، دوستم دوست بسرم ترک باشه. نمیتونه بگی من مسلمانم با مسلمان ها فقط دیت میکنم،
چون نه تو مسلمانی وقتی با هم دارید میخوابید بدون ازدواج، نه اون آدم مسلمانه که وقتی این کار میکنه. پس مذهب رو فراموش کنید. یهودی هم که بگه من دوست دختر دارم دیگه یهودی نیست. با آسه بهتون بگم چیزایی که تو دنیای دیتینگ هست با سنت فرق داره. شما همونجوری گفتم میتونی بگی من از قبیله مثلا ایکس هستم، خونمون در بیولی هیلز، دوست دارم با قبیله ایکس خونش در بیولی هیلز بدم من برم با اونا بخوابم، بلم با اون ازدواج کنم. تو غذاهایی هم که میپذیر تقریبا شبیه همه، شبایی هم که دور هم جمع میشین تقریبا یکی. خیلی خوب، اینو من میفهمم، ولی نمیتونی بگی من چون مسلمان هستم ما مسلمانان فقط میام دیت میکنم، چون دیت اساسه. من میتونم بگم من یه گنگستری هستم، آدمایی که قیافشون مثل من خوشم نمیاد، از گنگ و قبیله خودم خوشم میاد و در نتیجه با اونا میخوام، میخوامم از اونا بذارم بچه. حالا یه عده تلقی هم دستمون میکنیم و یه کسی هم یه کتابی میخونه میگیم بله حالا دیگه ما با هم یه حلال. خب اساس مشکلات مردم تو دنیای دیتینگ روی میسکانسپشن and the wrong paradigm برام میشه. یعنی شما تو دنیای دیتینگ هستی که با فرمولایی که مال یه جای دیگه است میخوای عمل کنی، شما زبان چینی رو فول بلدی، اومدی تو دبی میخوای بیزنس کنی، کسی باید نمیتونه حرف بزنه، چیزایی که میگی به درد نمیخوره، لباسی که میپوشی به درد اینجا نمیخوره. شما استاد زبان عبری باش، بیا برو تو روسیه میخوای بیزنس کنی، کسی باید حرف نمیتونه بزنه. مسافر باید زبان یاد بگیره مال اوناست، یا یه زبان یاد بگیره که جنراله، میره انگلیسی یاد میگیری. خب نمیتونی با زبان هندی یا با زبان عبری روسیه حرف بزنی. همونجور یه زبان عمومی رو باید بگیر، اون چیزی که تمام ترانزکشن ها و بیزنس ها رو اون با اون انجام میشه. اولین چیز از دلوژن و توهم و خیالات و سنت و مذهب و از دیتینگ میذاری کنار و همه مسائل رو باید با ریالیتی بجلو. بزرگترین اشکالاتی که واسه آدم ها پیش میاد تو دنیای دیتینگ بر مبنای نفهمیدن فرمولای دنیای دیتینگ، بر مبنای این نیست که تو دختر نجیبی هستی و بعد از 23 سال 25 سال بالاخره اولین مردی رو که خوشت اومد و با خودت جنگ کردی که من بچه نیستم، بابات مواظب ما مواظب بی بچه نیستم و حالا یه مردی رو پیدا کردم که خوشم اومد ازش، میخوام بیشتر برم باهاش آشنا بشم، یواش یواش باهاش آشنا میشی و میبی بیرون و بعدن با دکتر روانشناس مشورت میکنی که شما بعد از 25 سال میگم 150 سال با هم حرف بزنی، شما 150 سال مدرخه خوش تلفن به هم میگی که هیچ مهم نیست در رابطه دیتینگتون، میگه تو چه موزیکی دوست داری، میگه آی لوف لیدی گاگا، اونم مرد میگه او کراپ، اگه من میگم الان لیدی گاگا دوست ندارم الان این دختره پریده، میگه او مای گاد آی لوف لیدی گاگا، لیدی گاگا از تو کول فخر خمان با هم حرف زدیم. مثلا شما واقعا خیلی من افتخار میکنم که مثلا در فلان جا نمیدونم یه مقاله هست برای اونم که او یه 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 پس ما او وی هاف تینگز این کامن، حالا شروع میکنیم با هم دیگه خوابیدن. بر مبنای ثابت کردن شخصیت و نجابت و خانواده و فلان و سنتی اینو شما نمیتونید برید دنیای دیتینگ، دنیای دیتینگ یه چیز دیگه است. ما تو این برنامه سوالایی رو که دوستان دارن در مورد دنیای دیتینگ، یعنی دنیای سکس و زنا و خوابیدن بدون ازدواج با هم در که خلاف همه مذهبای دنیا هست، خب که الان من اینو نگفتم باید انجام بشه، چون به روز پاکشیر اگر حرفش به درد میخور دو کلمه حرف میزد که خدای بعد زندگی خوش بهتر باشه، که مردم بیان بهش بگن آقا یکی واسه من الان همین الان یک دونه خونه خوب بخره، همه میخریدن واسه من، یه بودن یه دونه ماشین هم میخوام بخریم بیاریم، یه قایقم بخریم، یه خونه ویلایی هم بخریم، مثلا یه $100,000 هم هر ماهی بیاییم کمک کنیم به گشنه های ایران و گشنه های آفریقا. میکردم دیگه کسی حرف من گوش نمیده که خب این واقعیت بیرونه، ما داریم بجاش حرف میزنیم. تمام کسایی که نجیبن و زود بهشون بر میخوره یا در خانوادهشون این حرف اگه صدا اگه پخش بشه ممکنه نجابت کودکان 24-5 سالشون رو که از 12 سالگی پای اینترنت هستن دارن پورنو نگاه میکنن و دیت میکنن و 480 هزار تا فیسبوک دارن این ویدیوهای کسی تو بندگی رد و بدل میکنن و به اونو بر میکنه، لطف کنید
برنامه نجیب نگاه بکنید از تلویزیون های نجیب تر. نه تلویزیون مردم نجیب هست دامون تا وقتی من میام توش دیگه اون ساعت قضیت عوض بشه. خب این برنامه با فرمول های مذهبی و سنتی و خانوادگی نمیخونه، به خاطر که خانواده میگه که آقا شما هر خانواده ای که داری به هر نحوی مسلمون، یهودی، مسیحی هستی، هر چی هستی، چه میدونم هر مذهبی که داشته باشی، میگه آقا دختر بزرگ میشه ازدواج میکنه میره خانه شوهر، این میشه فرمول مذهبی. اونم که زیاد مذهبی نیستن سنتی هم، فرمول سنتیش هم همینه میگه. تو دنیای دیتینگ اینطوری نیست. دنیای دیتینگ دختره از 12 سالگی تا 15 سالگی منتظر یه جوری واردش بشه و یه دوست پسر پیدا کنه، یه خود تلفنی، یه خود فکری، یه خود عکسی، عکسای رو دیوارش و خونه‌شون رو نگاه میکنه و بالاخره این پسر خوب پسر با یکی آشنا میشه، دیگه از 15 به بعد دیگه وارد دنیای دیتینگ شده. این خبری هستش که توی این جامعه جدید ایرانی هر جای دنیا که هست داره الان اتفاق میفته. ما الان میخوایم اگر پسر و پسرش شنیدی فلانی پسرش رگ خودش زد عاشق دختره بود، دختره نمیدونم حامله شد سرش 16 سالگی مجبور شدن ازدواج کنن، این چیزا زیاد شنیدی. اینا به خاطر اینکه شما بچه‌ها رو که میفرستین بیرون و شما میدونین اینا دارن وارد دنیای دیتینگ میشن، این بچه‌ها رو شما با فرمولای خانوادگی میفرستین دنبال دنیای دیتینگ. مثل که میخوای بگی عزیزم میخوای بری شنا بکنی، میخوای بری زیر آب، میخوای بری مثلا مرجانا رو نگاه کنی، بیا یه باکس ساندویچ هم بهت بدم، ساندویچ باکس هم بخواد ببر، آقا زیر آب میخواد بره اونجا، اونجا مثلا سیم چرن زیر آب هست، این جعبه ساندویچ نمیشه برد اونجا، نه ببر گشنت میشه. چی بگی آقا جعبه ساندویچ هم ببر اونجا اون باعث غرق شدنش هم میشه. فرمول دنیای دیتینگ به فرمولای سنتی خانوادگی نمیخوره. بخاطر همین هم هستش وقتی ما فرمولای دنیای دیتینگ رو توی تلویزیونایی که خانواده داره پخش میشه و بچه‌ها پسرای دخترشون مجبورن ادای اینو که آدمای خانوادگی و سنتی هستن جلوی شما در بیارن، دقت می‌کنی مثلا خانم مثلا دانشجوی 27 ساله مثلا چه می‌دونم رشته مثلا هر چی جراحی یا مثلا رشته روانشناسی یا رشته هر چی مهندسی وقتی در مجمع خانوادگی ظاهر میشه دامنش تا اینجاست، بین زانو و مچش دامنه تا اینجاست، این یعنی اون لباسشه؟ یعنی اگه من تولد دوستش ببینم توی مثلا فلان رستوران این اینو پوشیده یا مثلا دامنش اونقده یا یقش تا اینجا بسته است؟ نه، این ادایی که باید برای تو در بیاره که با کمال احترام نمیخوام اون کلمه رو استفاده کنم، شما حرف نزنید. خب این کاری که باید انجام بشه به خاطر اینکه همیشه دینایال اول، یعنی اون کتمان واقعیت همیشه اصل و اول این بوده که باید ما حفظ بکنیم، و علت همین هم هستش که شوی پرچونه با تلویزیون های ایرانی اینقدر مشکله. ما تو شوی پرچونه میخوایم دونه دونه مو رو از ماست بکشیم که طالب من کشیدم حرفی نیست من نگفته باشم راجب ازدواج، راجب مهریه، راجب سکس، راجب فرار کردن از خونه، راجب تعویض مذهب، راجب مسائل سیاسی، راجب مشروب‌خوری، راجب ورزش، راجب فوتبال، راجب هر چی که تو مغز شما هست من اینا رو همه رو غربال کردم و 300 تا موضوع دیگه هم که اصلا اسمش الان یادم هم نیست همش رو وبسایت گفتم، همه اینا رو من گفتم. الان کسایی که اونا رو گوش ندادن یا تو اونا هنوز مشکل دارن میگن که آقا خیلی خب گوش هم دادیم، حالا تو الان گفتی راه حل چیه؟ راه حل این که شما زنگ میزنی سوالت از عمو میپرسی، عمو به شما جواب میده آره بابا جون، بعد چون من روانشناسم نیستم نمیترسم از این که چهار نفر خوششون نیاد دیگه نیان پیش من، پول آفیس رو باید پرداخت کرد، رنت خونه، مورگیج خونه رو باید پرداخت کرد. خب و وقتی من میگم سمینار میذارم باید همه گروهی بیان اونجا و شرکت کنن در این سمینار، نمیشه اونجا کانتروورسی باشه که فلانی سمینار گذاشته من اصلا پا به تون کشتی نمیذارم چون این گفته زنه گریه میکنن، چرا زنه گریه میکنن؟ من از کانتروورسی نمیترسم، در صورتی که پول نمیسازه، کانتروورسی چیزی هست که تلویزیون بازش پول بسازه، من با کانتروورسی نمیتونم برم تو جامعه پول بسازم، کانتروورسی چیزی هست که تلویزیون ازش پول بده، تلویزیون هم تلویزیون ایرانی هم بازشون نداره،
You cannot make turkey fly. یعنی شما بوقلمون رو نمیتونی به پرواز در بیاری. هر چقدر که اگه پرتش کنی از بالا اینجوری اینجوری میکنه با اون شکمش میخوره زمین. میترکه. چیزی هست که تجربه هست که با کمال دلشکستگی و یأس من به این تجربه مواجه شدم در مورد تلویزیون و میدیا ایرانی. و اونم به خاطر این هست که خلای خرچ لایق جامعه ایرانیه که میپسنده. جامعه ایرانی که نشون داده که در طول این 30 سال با اینکه تلویزیون ایرانی در کشورهایی هستن که هر چی بخوان میتونن انجام بدن، جامعه ایرانی که نشون داده که بیشتر از این مزخرفات اصلا نمیخواد. بیشتر از این مزخرفات اصلا لازم نیست. برای همین که پولساز در این تلویزیون‌های ایرانی که شما نگاه می‌کنی، یک دونه برنامه تولیدی هم ندارن. یه بار دیگه من میگم یک دونه برنامه تولیدی هم ندارن. فقط چیزی که هست این که میان میشینن حرف میزنن با شما. تلفن و زیان این کلمه تو اون سالا میگفتن. این نشون میده که جامعه ایرانی نمیخواد. چرا؟ چون جامعه ایرانی یه مقدار پوسیده گندیده ایش که داره به سمت مردن میره که نشسته تلویزیون ایرانی داره نگاه میکنه. یه مقدار جوونه پر انرژی و پر انرژی و پویا و جویا و پیشروه که اینا که اصلا تلویزیون ایرانی نگاه نمیکنن، اینا برای خودشون زندگی دارن، بیرون با دوست پسرش خارجیه، در محل کارش تو خارج از جامعه ایرانیه. اینه اون حالا گاهی اوقاتی موقع کلاب ایرانی میره ساعت مثلا یک صبح بعد از کلاب هم میاد این رستوران مثلا فلان یه چیه دیزی هم میخوره. خب اونا که به این تلویزیون نگاه، اونا دارن پول برای گوگل، برای فیسبوک، برای تلویزیونای آمریکایی یا اگه شما تو انگلیسی یا تو آلمانی یا هر جاست با تلویزیون اونا هستن، تو اون شوها شرکت میکنن، تو اون مهمونی ها شرکت میکنن، تو اون رقصا و هر جایی که هست شرکت میکنن. این ور تلویزیون ایرانی گفت فهمیدی آقا این جامعه عظیم ایرانی بیشتر از این لازمش نیست. همونجوری که جامعه پارتی پیپل و کنسرت برو و مهمونی برو ایرانی در طول کل ثابت کرده که واسه موزیک ارزش قائل نیست. واسه همین شما نگاه میکنید بنده اصلا موزیکی ندارن که بخونه شما ارائه بدن. اصلا شما توی هیچ بندی دوتا ساز رو با هم دیدیش بزنه، دوتا ساز با هم دیدیش توی هیچ بندی میزنه، یا کیبورد داره میزنه همه خفه شدن، یا بیس داره خودش رو بلو 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 خفه میکنه بعد وای میسته اون یکی میزنه. نشون دادن که آقا ارزشی نداره وجود یک ویولون پلیر یا یک گیتار پلیر که خوب باشه در یه بند. بعضی از بندهای خود میخوان ادا در میان یه گیتار پلیر آمریکایی جنوبی یا آرژانتینی استخدام میکنن، تو سی وی شون برای خودشون میزنه. بعد موقعی که میخوان بیان اجرا کنن توی جایی مهمونی رستوران فلان، آقای مثلا پشمک گلی اومده حالا با گیتارش اینجا هست، اونم صدای لطیف و زیباشو میخوان گوش بدن، کاری ندارن موزیکش چی هست. خب تو سی وی شون که اون یارو آمریکای جنوبی زده که تو همه استودیوهای ایرانی همه میشناسنش، میره اونجا میزنه پول بهش میدن $500 $1000 اون خط میزنه میاد. نشون دادین لازم نیست بیشتر. و ما این برنامه رو هم که میذاریم برای کسایی که از اون دنیای گندیده اومدن بیرون و میخوان جویا و پویا در میرن جلو. ما با شما تو این برنامه میگیم که اگه شوهر میخوای با چیکار کنی، اگه زن میخوای بگیری با چیکار کنی، اگه دوست پسر میخوای بگیری چجوری دوست پسر از دوست پسر لذت ببری، چجوری از دوست دختر لذت ببری، چجوری درگیر مسائل مشکل نشی، چجوری پولت حرام نشه، چجوری آیندت خراب نشه، اگه مردی چه کار بکنی آیندت خراب نشه، اگه زنی چه کار کنی آیندت خراب نشه. دیتینگ یعنی چی؟ وقتی که شما وارد دیتینگ میشی به عنوان دختر 22 ساله یا 23 ساله یا 19 ساله، چه چیزایی هست که میگیری، چه چیزایی هست که نمیتونی بگیری، یه چیزایی هست که باید به سمتش بری و هدف بگیری، چه چیزایی هست که اصلا وقت رو طرف نکن براش. اینو ما اینجا میگی و اینا اکثرا مخالف اون چیزایی هست که شما وقتی به یک پسر بچه یا دختر بچه، پسر بچه نه بیشتر دختر بچه، چون گفتم دنیای مرد و زن فرق میکنه، دنیای مردا اینجاست، دنیای زنا تو افکار خودشون. تو وقتی به دختر بچه 15 ساله میگی انشاء راجع به عشق و آینده بنویس و دوستی بنویس، اون چیزایی که میگه اون بلده، خیلی مامان بزرگا هم همونو بلدن، خیلی از دکترهای روانشناس هم همونو بهت میگن که خوشحال بشی با این دکتر، به خیلی دکتر فهمیده یا حالا داره چایی میزه تو آشپزخونه، اونم داره میگه عزیزم آره شما باید حداقل 1000 ساعت 500 ساعت با هم حرف بزنید تا همدیگه رو بشناسید. بعد اون میگه وا دکتر خیلی فهمیده یا چایی کمرنگ باشه یا پررنگ باشه، خیلی این دکتر میفهمه به خدا. و مثلا من میام میگم که آقا
شما میری بیرون، دختر بهت میگه من و تو با هم جاست فرندیم، دیگه دنبالش نرو. و شما به چی؟ شما به دوستی اعتقاد ندارین؟ شما واقعا به فرند اعتقاد ندارین؟ چطور میشه واقعا شما چون به اساسی ترین کامیونیکیشن و کلمه شیاد آورد به اساسی ترین کامیونیکیشن بین زن و مرد، شما بین انسان ها که دوستی هست شما عقیده ندارید. چطور میشه شما به دوستی عقیده نداشته باشی و اون وقت بگید من خودم من اینجا کامنتری دیتینگ هستم، آغاز دیتینگ هستم از روی دوستی؟ دوستی زن من نزمند ایتا مف، یه سفزت هست، یه سرطور شیر مالیدنه. با معنی این کلمات ما تو این شما میگید دوستانی که میخوان روی یاهو یا روی فیسبوک یا روی سکایپ با ما تماس بگیرن، متاسفانه نمیتونیم چون من الان باید دوربین رو نگاه کنم حرف بزنم، فقط میتونیم لطف کنید از روی تلفن با ما تماس بگیرید. تلفن ما هست 712-432-4242. تلفن هاتلاین پرچونه هست برای شرکت در این برنامه. روی هاتلاین پرچونه 712-432-4242 لطف کنید تماس بگیرید. هزینه این تماس $2 هستش که این $2 نصفش که میره گردن کلفته کمپانی تلفن برمیدارن، $1 میمونه، اونم ما 30 سنتش رو باید تکس بدیم، میمونه 70 سنت. اگه شما 100 دقیقه هم در طول برنامه 120 دقیقه ما 100 دقیقه هم رو هاتمن بایستیم میشه $70. $70 پول بنزین هم نمیشه. خب حالا فرض کنید که 10 دقیقه باشه میشه هر چی. خب ما این درست نکردیم که پول خرج زندگیمون در بیاد، بلکه یه نوع نشون دادن فیت و علاقه متقابل و کمک متقابل هستش. از کسایی که دارن برنامه رو گوش میدن اگر مطلبی دارن میخوان بگن، چه اشکال داره که حالا دو دقیقه موقع حرف بزنید، سه دقیقه حرف بزنید، $6 هم بدید. آقای صحبی داره کل اینجا پول خرج میکنه، ما هم داریم کل اینجا وایس دادیم. درسته پول خرج نمی کنیم ولی بالاخره چیزای دیگه رو خرج میکنیم که اینو تاثیر رو شما برسونید. اینم پوله. حالا پول به تلویزیون ممکنه ندید یا تلویزیون به ما پول ممکنه نده، ولی خب نهایتاً این داستان همش پوله، تمامش پوله. بدون اینکه پول با به چرخه چیز شما هم نشستید اونجا، خب حالا شما تو کلاب هم میدین پول میدین، توالت هم که میخوام بریم پول میگیرن ازتون. اینجا همین با 712-432-4242 برای کسایی که به هیچ وجه حاضر نیستن برای این چیزا پولی خرج بکنن یا وسط مالی بسیار بسیار پایین دارن و در واقعا دردسرای بزرگ مالی هستن و هیچی ندارن، تو پول نون شب ندارن که بخورن، ولی باید با من حرف بزنن. 310-896-7524 این شماره تلفن مجانی هست برای کسایی که خارج از آمریکا یا کریدیت کارت ندارن، یا کریدیت کارتشون آمریکا آمریکایی لینک نمیشه به هر نحوی. 310-896-7524 و به هر نحوی ما از شما ممنون میشیم اگه با هاتلاین زنگ بزنید، ولی اگه با هاتلاین هم زنگ نزنید 310-896-7524 بازم ما با کمال میل با شما حرف میزنیم. بعد اون یه نوع حمایت و ساپورتی هستش که شما میخواد. در صورت تلفن های ما بازه، تلفن های ما یعنی این یه تلفن بازه و صداهامون هم که داره پخش میشه، درسته خودشه. 1-2-1-1 خب منتظریم که اگر مطلبی داریم با ما سوال بکنین، مطلب بکنین. اگر نه که من استاد زر زدن در کامیونیتی ایرانی هستم، خودم از خودم تا آخر دو ساعت حرف میزنم و تلفن های شما رو میگیریم. زدن برنامه رادیویی تلویزیونی پرچونه که الان در خدمت هستیم به صورت زنده، از رادیوی پرچونه هم به صورت زنده پخش میشه. رادیوی پرچونه هم میتونید هم رو فیسبوک عضو گروه پرچونه شو بشین، هم اینکه رو گوگل بگردید، رو اینترنت بگردید به نام پرچونه رادیو. اگرم که خب اونم لازم نیست که خودت وبسایت هم هست پرچونه.com. تو قسمت پرچونه.com که میرین وبسایت پرچونه یه رادیوی خیلی بزرگه، تقریبا تمام سفر گرفته. دنبال چیزی روزی نره بگردید، همونجوری که چشاتون رو ببندید اینجوری الکی هم کلیک کنید میخوره روش، انقدر بزرگ کردیم اون رادیو رو که بزنید روز زدی روش صدای پرچونه رو میشنوید. این رادیو 24 ساعته هست و مزخرفات بنده رو در طول 10 سال گذشته به صورت 24 ساعته داره براتون پخش می‌کنه. شما از روی آیفونتون، از روی تلفن‌های اندروید یا اسمارت فون یا هر نحوی که دارید می‌تونید برنامه رو گوش بدید.
برنامه تلویزیونی ما در حال حاضر لایو اونجا هم ریلی داره میشه و اونجا دوستان میتونم بشنمن، حتما نواجه تی وی باشه. خب همونجور که گفتم تو شوی پلتونه We have a dating commentary show و خیلی دوستان شکایت میکنم میگه چرا بعضی کلمات انگلیسی میگی. اولا من بعضی کلمات فارسی اصلا بلد نیستم، نه بخاطر اینکه غلط زده هستم یا خودم رو گم کردم، نه من فارسی من خوبه، ولی بعضی کلمات فارسی بلد نیستم. بعضی کلمات انگلیسی خیلی راحت‌تر از فارسیشه و بعضی کلمات هم قشنگ‌تر انگلیسی بگی، به خاطر اینکه توی یه سری چیزا جوکایی توی یه سری طریقه گفتم اونجوری میک سنس میکنه و فارسی میک سنس نمیکنه. مثلا کلمه رایانه، تو گفتی رایانه دیگه از نفوذ فرهنگ غربی در تکنولوژی ایرانی دیگه جلوگیری شد، دیگه نگیم کامپیوتر بگیم رایانه، مثلا حل شد دیگه. دیگه الان چیپا و مادربردهایی رو که قرار بود برای کامپیوتر بسازن و ما باید از تایوان میخریدیم، الان چون برای رایانه میسازن ما تو مشهد تولید میکنیم. خب ولی به هر صورت سعی میکنیم فارسی هم حرف بزنیم، ولی برنامه برای کسایی هستش که اولا گویا و جویا و پیشرو هستن، نه کسایی که وایس دادن و دارن عقب میرن و دارن میپوسن، که شما در هر سن نمیتونی جویا و گویا و پیشرو باشیم، مثلا منتالیتی و ذهن رو باید تو اون خط بذاری، تو اون فاز باشی که بتونی بری جلو. خیلی آدم ها سر 25 سالگی قیافش رو نگاه کنه و رفتارش که نگاه میکنی دوست داریم که یه آدم 60 سال هست. خیلی آدم ها اصلا 60 سالشون و 50 سالشون رو نگاهش میکنی بازم میبینی همون جایی هست که همه دارن پارتی میکنن، میزنن، میرقصن، موزیک، لباس پوشیدن، همه چی مثل یه آدم 30 ساله میکنی. خب و همه چیز all state of mind. خلاصه تلفن هاتلاین پلتونه 712-712-432-4242 و اگر نخواستید به هر دلیلی به هاتلاین پلتونه زنگ بزنید، دقیقه $2 هم فکر می‌کنید ارزش نداره که حرفتون پخش بشه اینجا، 310-896-7524 هم تلفن مجانی شوی پلتونه هستش. در هر صورت منتظریم با ما تماس بگیرید و سوال‌هایی رو که در مورد دنیای دیتینگ دارین، از قبیل شروع کردن حرف زدن، از قبیل با یه نفر حرف می‌زنم واسم ادا در میاره، از قبیل من رفتم دیت دختر مامانش رو برداشت آورد اون یکی میگه نمیدونم من فلان میکنم تو خیابان اینجوریه، هر چیز مطلب مختلفی، ما اینجا همه رو فقط با یک دید به شما میگیم و یک دید بسیار خشکی هست که من تو این شو دارم، بسیار این دید خشکه و غیر قابل تغییره و اونم دید واقعی هست. یعنی وقتی شما با دید واقعی داری به این دیوار نگاه میکنی، این دیوار رو میبینی، رنگش رو میبینی، چیزایی که روش نصب شده میبینی و چیزایی که کنارش هست میبینی، ارتفاعش رو میبینی، عرضش هم میبینی. ولی وقتی با دید لطیف عاشقانه و احساس نگاه میکنی، اون وقت هرچی دلت میخواد میبینی، اون وقت از 3000 مدل اینو میتونی ببینی. ولی هر چقدر از من خواهش بکنی، من بازم دیدم هم وقتی واقعی باشه همینه، از همون عصبانی بشی همینه، فوشم بدی همینه، من میبینم بخاطر دید واقعی هست روی دنیای دید. خب شما سوال نمی کنی فعلا تحسیسیت زنگ نزده، ولی من میدونم سوال ها چی هست، سوال رو من دارم 10 سال جواب میدم، خودم شروع میکنم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که خیلی از آدم ها دارن به خصوص پسرها، چون میدونید در دنیای دیتینگ یا هر میتینگ یعنی جفتگیری، خب دیتینگ یا میتینگ، تو این دنیا مرد به سمت زن حرکت میکنه به خاطر اینکه همیشه جنس نر به سمت ماده حرکت میکنه. شما نمیتونی بگید دخترها چون ارزش بیشتری دارن وای میستن مثل طاووس خرامان، مردها با کمال خواهش و تمنا به سمتشون میرن، نه، این مگس هم در فصل جفتگیری نر مادر رو تقلید میکنه، اسب هم در فصل جفتگیری نر مادر رو تقلید میکنه، کبوتر هم همینه، کرم هم همینه، ماهی هم همینه. نمیدونم چه جانور دیگه در چه کتگوری دیگه میخواین شما دارن، اون هم همینه. خب سپرم هم وقتی که به سمت اووال داره میره،
اوبال وایستده اسپرم به سمتش میره. میل از اگرسیف اند ویمن اند فیمیل از پسیف، یا پسیف یا جواب میده یا جواب نمیده. در صورت اگرشن از طرف مرد. خب در سیستم انسانی که خود فرق داره با سیستم حیوانی، اگه دقت کنیم مثلا یه خود فرق داره، مثلا 2% فرق داره با سیستم حیوانی، بر بعضی مواقع زنا میان به سمت مردا، صدا میکنه، حرف میزنه، تنه میزنه، رینکشو میریزه رود، یا عصبانی الکی میگه من عصبانی هم با دعوا میکنه، دختر به زیاد محل نداری عصبانی میشه با دعوا میکنه سر این موضوع دیگه، به خصوص آدمی که مثلا هست میشناسنش ولی مثلا این دلش بخواد بیاد جلو اون سر یه مثلا گیر بهش میده دعوا میکنه. اینا هم هست، ولی خب اینا درصد خیلی کم حیوانی شه. دنیای دیتینگ انسانی شه، دنیای دیتینگ یه دنیای حیوانی هستش و چیزا همه فرمولای حیوانی. یکی از بزرگترین ظواهری که میبینی این هستش که جنس نر به سمت جنس ماده میره همیشه، و برعکسش خیلی به ندرت هست، خیلی خیلی به ندرت هست. حتی برای خوشتیبترین آدم ها هم به سر دخترهایی که میان به سمتشون خیلی خیلی کمتر هستن دخترهایی هستن که اینا میرن به سمتشون و اونا جواب مثبت میدن. خب پس این مشکل مرد هست. مرد ها از ریجکشن و از جواب منفی شنیدن ناراحت میشن و نمیدونن چی کار بکنن و خیلی از مواقع با نرفتن جلو به سمت زن این قضیه رو میخوان منیج بکنن که خب الان ما نمیریم سراغ دختره تا ریجکت هم نشیم. من اگه برم گفت نه چی کار کنم؟ من برم بگی نه ضایع میشم. به یکی از لذتهایی که دخترها میبرن در جامعه به خصوص در پارتی ها، هر جایی که دخترها خودشون رو ساختن، آرایش کردن، لباسای سکسی خوشگل پوشیدن و من ازشون ممنونم، لختی پوشیدن و من بیشتر ممنونم، مشروب میخورن، مست میکنن، با هر کی دلشون میخواد میخوابن، باز من ازشون ممنونم، مشکلی نیست، ناراحتی نیست، شکایت هم نیست. در اینجور جاها خیلی از افراد رو باید دخترها رد بکنن دیگه. یه دختری میاد وارد مهمونی میشه، 90% مردا میخوانش دختر اگه خوب جذابی باشه، یا 95% مردا میخوانش. از این 95% بالاخره 50% جرأت داره میاد جلو، 50% آدما رو رد بکنه. مثلا روشای مختلف، ولی که لذتایی که هم که دختر رو میبرن همین رد کردن و نگفتن هست. اونم همه دخترا نیست، فقط بعضیا برنخوان. و اینا همش چیزایی هست که برمیگرده مثل توپی که میخوره به دیوار تو صورت اون پسری که رفته جلو، بعد یه مدتی سرخورده میشه از این قضیه و دیگه نمیخواد بره جلو. بزرگترین مشکل اینه که من چجوری برم جلو، که ما اینا اینجا خیلی واضح میگه. اولین چیزی که باید که تصور در نظر داشته باشی این که ریجکشن و رد شدن و جواب نشنیدن از زنا یکی از فراوان‌ترین اتفاقاتی که در زندگی هر مردی میفته و یکی از کم ترین و نادرترین اتفاقاتی که در زندگی زن میفته. به این معنا نیست که اون زن توسط همه از همه خواسته، توسط همه چی میگم در نظر همه خواستنی و دیزایربل برای همه. بخاطر همینه که این جواب منفی این دختر نمیشنوه. نه علتش این نیست، خیلی کم دخترها هستن که واقعا خیلی ها و همه اکثر هم میخوانشون. اکثر دخترها اگه برن سراغ همه پسرها یا برن سراغ اکثر پسرها میبینن که چقدر جواب منفی میشنون. ولی چون فرمول طبیعی هستش که نر دنبال ماده میره، دختر هیچ موقع لزومی نداره بره ریجکشن رو فیس بکنه و ریجکشن رو مزه بکنه. پس ریجکشن برای زن چیز تمرین شده نیست، برای مرد چیز تمرین شده هست. و چون تمرین شده برای مرد زیاد، مرد بیخیاله نسبت به ریجکشن. یه آدم متوسطی با قیافه متوسطه، با اندام متوسط، جذابیت متوسط، تیپ متوسط، هر چیزی متوسط، به طور مثلا فرض کن اگه مثلا فرض بگیم 35 سالشه، از 20 سالگی شروع کرده تا 35 سالگی حداقل 1000 دفعه تا 1500 دفعه جواب نشنیده. این 5 تای آخریش هم ازش بپرسی یادش نیست. ولی یه دختر 35 ساله رو ازش بپرسی چند تا مرد به تو نگفتن، تا
تک تکش یادشه. به خاطر اینکه اون هیچ موقع دنبال کسی نمیره. زنه نشسته مرد میره سراغش. حالا تو بگو به چند نفر مرد گفتی نه اسمش یادش نمیاد. چون کانونه. به خاطر همین زنا خیال میکنن وقتی من از یه دست چیزی دارم شکایت میکنم و اون زیر ضربه میذارم یا برای لگد دارم میذارم لهش میکنم هر کلیشه‌ای رو، میگن این خیلی جواب منفیشه میده، این خیلی ریجکت شده، این زنا بهش خیلی جواب منفی دادن، این ناراحته. برای که نمیدونه که اون ناراحتی برای زنه جواب منفی. جواب منفی برای مرد یه چیزی هستش که مثل میمونه که سنگریزه از خوش بخوره به شونه شما بیفته. میفهمی ها خورده ولی مثلا بگردی پیداش هم نمیدونی کجا افتاد. بخواد حالا اونو میگی برای مردا که ریجکشن رو زیاد تمرین میکنن که از زنهایی که جواب مثبت بهشون دادن و باهاشون اومدن تا مراحل خیلی بالاتری تا سکس هم باهاشون اومدن، بازم اسمشون یادشون نیست. بازم یه مرد 35 ساله‌ای که فرض بکنیم مثلا فرض کنیم 1000 تا 1500 دفعه نشنیده، 1500 دفعه عدد خاصی، 35 ساله 20 تا 35 ساله میشه 15 سال، 20 تا 35 ساله میشه 15 سال، 15 هر سالی 300 روز هم اگر بگیری 15 روز عدد 300 بکن میشه 4500 دفعه، 4500 روز. خب هر سه روز یه بار شما اگه به یه دختر بگی سلام یا بگی حالا چطوره وات ایز یور نیم اسمت چیه میشه 1500 دفعه. خب همه دخترایی که ما بهشون میگیم که با ما حرف نمیزنن هر کدوم به یه دلیلی، یکی شوهر داره، یکی دوست پسر داره، یکی پریوده، یکی اعصابش خورده، یکی ناراحته، یکی از من خوشش نمیاد، یکی عصبانیه، چه میدونم چه دلیلی الله به من میگه، نه مهم نیست. خب این برای کسایی هستش که این برای مردم به درد میخوره این ادوایس، که شما اولین چیزی که باید فکر بهش اهمیت ندید اینه که وقتی شما میری با یه دختری صحبت میکنی ورزش میخوای تلفن بگیری کانکشن بگیری به هر نحوی، جواب اون برای شما اصلا نباید مهم باشه، بخاطر که اون آدم مهم نیست، چون آدم تو زندگی شما نیست. به همون دلیلی که اونم به شما جوابی که میده مهم نیست، چیزی که به شما میگه بهش فکر زیاد نمیکنه، اصلا به احساسات شما فکر نمیکنه. من در طول این 10 ساله ای که فروید پرشنر داشتم فقط یه دختری همین اواخر اومده بود روی خط میگفتش که من کسی رو که ریجکت کردم بهش زنگ زدم و ازش عذرخواهی کردم که دلش نشکست باشه. اونم همه کسایی که ریجکت کرده که بهشون زنگ نزده که دلش نشکست باشه، یکی یا دو تا شنگ پر کرده، خیلی خوب هم بهت بودم یارانه اینجا، ولی بازم it's not normal, it's not even exceptional. بخاطر که exceptional یعنی یه چیزی که از نرم یه خود متفاوته، یا یه چیزی از نرم خیلی متفاوته، ولی باید ببینی چند تا از اینا. یه دونه مثلا ما دیگه دارم اونم از اون میگفت. خب پس شما به طور کلی باید بینید که دختر در موقعی میخواد تو جوابی رو بده خصوصش مهم نیست، چون تو یکی از صدها و شاید هم بالای هزار هستی که بهش گفته نه، اون تو هم یکیش، و باید بدونی که جواب نشنیدن راه مرد. خب پس بخاطر همین برسم از آده اپروچ کردن، از آده جلو رفتن. جلو یه زمانی بود که کلاس داشت، یه زنی اونجا نشسته بود سر یه میزی، تو فیلم های مثلا مرلین مونرو اگه ببینی یا مثلا فیلم های قدیمی همفری بوگارت که ببینی، مثلا یه همچی صحنه هایی رو ممکن ببینی، یه زنی اونجا نشسته، یه مردی با ادب و با احترام موقر میره across the hall، میره اون طرف across the floor، میره اون طرف و ازش تقاضای رقص میکنه، میگه may I have this dance. دخترم با ادب جواب باید بده. در دنیای امروز دخترها ادب ندارن. به خاطر چی ادب ندارن؟ به خاطر اینکه بهشون یاد دادن که آقا ادب نمیخواد داشته باشی، شما باید تا اونجا که میتونی cool باشی و بیخیال باشی. به خاطر همین هست که نگاه کن اگر ببینی پسرها در دنیای امروز با دخترها شروع conversationشون هیچ برمبنای ادب نیست، نه که بی‌ادبانه است، بر مبنای ادب نیست. یعنی شما اگه یه آدم حسابی باشی، یه آدم حسابی اونجا نشسته وارده، نمیگی سلام علیکم ببخشید مزاحم شدم، من اصلا به امروز فلان فلان فلان. It's very proper way of introduction. خب ولی الان شما برو به هر دختر 22 ساله‌ای بگو سلام، من اصلا به امروز ببخشید مزاحم شدم، میتونم چند دقیقه وقت بگیرم؟ جوابش اینه. این جوابه. خب، به خاطر اینکه به اونم ادب یاد ندادن.
ولی مثلا فرض کن اون رو تنش خالکوبی کرده، تو میری برای جایی میگه ای کول تاتو، میگه آی وای شروع میکنه. چرا؟ راهش فرق کرده، ادب و مدب رفته. به خاطر همین شما نباید ادب به خرج بدید و باید تابلو نشید. الان دوران تابلو شدن گذشته و خیلی پسرا هنوز تو فکر این هستن که مؤدبانه باشن. چرا؟ چون ما وقتی از خونمون در میایم به عنوان سمبل زن کی میبینیم؟ مادرمون میبینیم. مادرمون کسی هستش که تو خونه همه چیز رو برای ما مهیا کرده، برای ما غذا درست کرده، از ما تکیه کرده، همیشه بوده برای که ما تنها نبودیم، همیشه حفاظت کرده از ما. پدرمون هم البته بوده، ولی خب به عنوان سمبل زن مادر میبینیم. و چون احترام به مادرت انقدر میداری، به زنهای اولیه‌ای که تو زندگی میرسی همیشه اون احترام رو تا خرخره بذاری براشون، و همین بزرگترین دمفالت هستش و بزرگترین پرتگاهی که هست همینه، این احترامی که میذاری به بیخود. چون تو دنیای دیتینگ الان اینطوری رسمه که شما هرچی بیشتر محبت و احترام میذاری به محبت نیست، محبت، هرچی بیشتر محبت و احترام میذاری به یک دختر، اون بیشتر فکر میکنه که something wrong بودی، بیشتر فکر میکنه که مشکلی داری، غاتی هستی یا فاب هستی یا جواد هستی. در حالی که محل نداری و مسخره کنی یا سر به سرش بذاری و اون اگر تو جذاب باشی برشو، بیشتر فکر میکنه کول هست. این فرمولای بیرونه، این فرمولا با فرمولایی که شما میخونه دایت فرق میکنه. That's why I say که دنیای دیتینگ یه دنیای متفاوت از سنت و مذهبه و فرمول های خانوادگی. از یه طرف توی دنیای دیتینگ دخترها، پسرها اینطوری هستن، دخترها اینطوری هستن، کردیت و اعتبار بسیار زیادی رو به سمت خودشون میخوان بگیرن و همه کتک ها هم به پسرها بخورن. به پسرها میگن آقا مردا ویژوال هم زنها ایموشن هم، یعنی مردا باید باسن و سینه یه خانوم رو ببینن تا خوششون بیاد و میخوان هرچی زودتر دستشون به اون برسه. ولی زنها اموشن هم، زنها از راه گوش عاشق میشن و این کردیت رو باید شما بدی که این زن به خاطر که تو بدن جذابی داری با تو نیست، این زن به خاطر اینکه مثلا تو قدرت بلنده با تو نیست، این چون زن ویژوال نیست. هنوزم که هنوزه اگر شما کفش بدریخ باشه و جوراب سفید باشه از کفش سیاه بزنه بیرون بهت میگه این جواد. خب من نفهم اگه تو ویژوال نیستی چطور پس یه آدم قد کوتاه کچل بد ریخت شکم گنده ای که بدم لباس پوشیده، بد لباس پوشیده، نه که بد کثیف پوشیده، بلکه مدل مجله جی کیو نپوشیده، رنگاش هم به هم نمیخوره، این چطور پس تو گوش نمیدی؟ بگه عزیزم یه قربان میشه خدا لطفا از اندیشتون برام بگین. من این تست رو من زیاد میکنم برای مثلا از هر دختری مثلا میگم چی برای تو جذابه، میگم اینتلیجنس، یعنی هوش شخص. مثلا یه سوال اینتلیجنت در جا ازش میکنم عصبانی میشه، میگم چرا عصبانی میشی؟ میگه نه دست رو، میگم نه دست رو، یه سوال در ازت میکنم. این بازی رو من همیشه میکنم، یه جا وایستر مثلا تو صف اینا اون خوراکی خنده است مثلا دختر جایز، میگم که میدونم هم که تایپش نیستم، مثلا فرض کنید دختر آمریکایی هستش که مثلا بلوند، قدش از اون بلندتره، قد دختر تو بلندتر باشه 99% مواقع شما کار تموم داری تو نداری، شما کوتاه‌تر باشی نمیشه آقا. خب حالا 3 نفر رو ممکنه شما بشناسین، 7 نفر رو ممکنه من بشناسم که غیر از اینه، ولی 3 و 7 میشه 10. ما داریم راجع به این جامعه 6 میلیاردی صحبت. پس don't get too smart with me. میگن که مثلا خب چی واسه یه مرد توی واسه یه مرد واسه تو توی مرد چی جذابه؟ من یه نگاهی برم میکنم میدونه که من تا پیش نیستم، اینا میگه smart، کسی smart intelligent. خب حالا نمی ask a question from you، intelligent question میخوام بپرسم، اولا پشتشو میکنم، بعد وقتی هم نشون میده که attracted نیست، اون رفیقش هم اینجوری میاد کمرش رو بغل میکنه، دو دختر پشت میکنن با وایب نیستن اینجوری به من. منم میدونم داستان چیه، I just keep going. میگم سوال من اینه،
حالا دختری داره گوش میده تو سب بایسته دیگه داره نمیتونه به جایی. میگم سوال من اینه که اگه یه مردی به شما بگه عزیزم من به تو دست نمیزنم، امروز به تو دست نمیزنم تا روزی که تو اجازه ندی و اصرار نکنی من به تو دست نمیزنم، تو کاملا احساس کنی عاشق من هستی، until you fall in love with me، until you feel it، until you have feelings، until you're ready، همچی که دکترای روانشناس میگن عزیزم وقتی با این مرد میبینی باید سعی کنی انقدر قضیه سکس طول بکشه تا موقعی که واقعا احساس کنی که واقعا کامفورتبل هستی باش. خب میگم خیلی خوب، I grant you your wish، شما الان من این آرزوی شما رو برآورده میکنم. صدا پخش میشه؟ خب بعد میگه من آرزوی شما رو برآورده میکنم، به شما دست من نه اون کسی که شما خیلی بهش اترکتر هستید به شما دست نزنم تا قشنگ عاشقش باشید. وقتی عاشقانه حاضر شدی بری باش سکس بکنی، اون وقت اون مرده اجازه داره به شما بگه که از این سکسی که به دست آورد خوشش میاد میخواد بازم داشته باشه یا نه دیگه تمومه. عصبانی میشه همه دخترها از هر کی بپرسی اینو عصبانی میشه، میگه که چرا؟ به خاطر اینکه نه این حرف خوبی نیست بزنی، اون چه حرف خوبی نیست بزنی، من دارم به شما میگم من شما که بالاخره باید با هم سکس داشته باشیم چون با هم دیگه ما داریم دیت میکنیم and you're attracted مثلا به من، در نتیجه یه روزی باید اتفاق بیفته. من اگه بخوام الان بگم که من که هنوز تو رو نمیشناسم، تو من هنوز نمیشناسم، ولی خب من تو میدونی مردا ویژوالن دیگه، شما که ویژوال نیستی که، با مردا ویژوالن. بریم اول سکس داشته باشیم ببینم من خوشم میاد، بعدا بیشتر هم دیگر بشناسیم. همه دخترها بلا اساس جوابشون به این قضیه نه، اگر دیگران دارن گوش میدن. اگر دیگران گوش نمیدن و خودشون با پسر تنها هستن، در خیلی مواقع پسر جذاب باشه جواب مثبت، چون مزخرفات لزوم نداره هی به جامعه گلخشانی بکنه. خب به خاطر همین لسته که اکثر دخترها جوابشون به این قضیه نه، خیلی خب پس من نمیخوام این کارو بکنم، صبر میکنیم تا بعدا موقعی که شما کاملا علاقه من شدی به من، همه چیزایی که موقع در مورد من بشنید اون وقت وقتی من با شما سکس داشتم اگه خوشم نمیاد میگم دیگه خوشم نمیاد معذرت میخوام تموم. آیا شما اینجوری بیشتر دلت میشکنه یا اونجوری؟ من کی حق دارم به تو بگم؟ میگه عصبانی میشه. این سوال فقط دختر از من، اکثر دختره آدم ها تحصیل کرده ها، دختری من باشه حرف زدم که روانشناس بوده تراپیست بوده به من گفت یور جرک، گفتم اسکیو می چرا فوش میدید؟ الو شوی پرچونه بفرمایی؟ میخواستین رویر باشین؟ گوشی خدمت یه لحظه گوشی خدمت بله گفتم چرا فوش میدی؟ جرب چرا به هم میگی؟ من دارم سوال میکنم ازه میگم I grant you your wish do I have a stay؟ میگه نه اینجوری is not nice. این اینتلیجنت کوئسچن هایی که بپرسی به خاطر اینکه مجبور میکنی با حد دردناکی زنها رو مجبور میکنی که به واقعیت نگاه کنن و رو واقعیت با حرف بزنن، همیشه دعوا و ناراحتی داری. به خاطر همین هم هستش که مردا تو دنیای دیتینگ، این پوینت بعدی منه که میخوام باهاش صحبت کنم، مردهای در دنیای دیتینگ مجبورن که دروغ بگن و این اجبار از سمت دخترها میاد و ضمناً همیشه دخترها شاکی از اینکه مردا چرا دروغ میگن. که اینو بعد از این تلفن با هم صحبت میکنیم. شما پرچونه بفرمایید با بهروز روی هسته. شما خوبه هستم. مرسی استاد بفرمایید. واقعیت این هست که من در اولین بار دارم زنگ میزنم به برنامه بیتون که دسترسی تلفن اینترنت و یا دیوار سینام داشتم. نمیدونم چند دقیقه میتونم خدمتتون داشته باشم. ما داریم راجع به دیتینگ و دنیای رابطه زن و مرد با هم صحبت میکنیم، در خدمت شما هستیم بفرمایید. اول شما یه سری واقعیت های رو تو یکی دو جلسه یه گذشته مطرح کردید که در آمیش گفت من از توی مارسن دارم نگهداری کنم از ارواحمون و زنگ زدم تو میدرسم همچی ساعتی برنامه دارید نمیدونم حالی که چه چطور بوده. اول زندگی شیرین و واقعیت های تلخ بوده، شما به سری از واقعیت های زندگی رو بیان کردید که تلخ هست ولی وجود دارن واقعیت هست. من دو سه تا مطلب داشتم که میخواستم از شما بپرسم. اول فمینیسم یعنی چه و ریشه و اساس لغوی و فرهنگی اجتماعی آن چیه؟ بعضی زنها میگن فمینیسم هستن ولی من که مقدار خودم جوابشو میدونم، ولی بازم گفتم اگر اینا بتونه تاپیک مطرح بشه یه مقدار اطلاعاتی هم تو برنامهتون داده شده در مورد این مسئله. این مسئله
بله قربان. بله ما سوالای شما رو گوش میدیم بعدش هم که جواب جواب. بله. این دومیش مسئله میری است. من چند روز پیش خانم رواشیناس که توی برنامه ای داشتن تلویزیون گفتن یه سوم از وضعیت آزارهای موجود به مرد در خانوها به علت عکس‌العمل افراد مقابل آنها یا خانواده نسلی سببی شوهر و اقوام شوهر ناست یا دوست پسر و همسر هیشم در حالی که این مورد در مردان شاید 5 تا 10 افراد باشه نه 30%. این یک مطلب خواستم نه شما یا در این مورد اطلاعاتی دارید من اشتباه شنیدم یا که در این مورد که عکس‌العمل مثلا نسبت به زنها چی هست نسبت اعمال به هر نحوه اعمالشون و نسبت به مردها از طرف متقابلشون حالا یا خانواده این هم گفتم اگه آماری دارید بفرمایید که بدیم خانم داشتن به این مسئله بعد نسبت درستن زنان به مردان در مورد تنفروشی این هم خواستم شما بید مثلا چند درصد از تو هر جامعه یا جامعه های خرد شم شما از رو بچی این چند درصد معمولا حالا یا به خاطر درد بدن یا باشی هر چیزی مردان معمولا به یه نحوی تن به تن فروشی میدن و چند درصد زنان این کار می کنن این یه صرفا چند سوالی بود که وقتی می گم من جواب رو شاید نمی شود شاید در باز بخشش رو توی مدل از این جنت رو یا فیگیرات آقای اون بعدا چیزی بخش بشه ببینم ولی همین دوست دو موقعی داشتم که گفتم شاید بتونه حالا بذار من بگم یادم مونده یکی راجب مهریه بود یکی راجب فمینیست بود یکی راجب خودکشی و بلایی که سر زنان میاد نسبت به خانواده به مردا بود و یکی دیگه هم تنفروشی درسته؟ بله بله خوشحال میشم اگه بتونید رو تلفنی بتونم گوش بگیرم من تلفن رو قطع نمی کنم من تلفن رو قطع نمی کنم که شما بشنوین و من این مثال اعتماد شما فکر کنم بقیه یک ساعت ما رو دیگه در باقی شما ساختیم باید شما دو سوال نمیدونم چرا تا نوازم تلکم شده ولی گفتیم ما یک بزنید به شما دادیم و اون دوست دردیم و چه نکده نوازده یا به نبرایی پیکر دیدمتی برشون گذاشتیم شما نسیم که ساختن خراب کردن ولی که شما در حال بخواست که از این کارتون بتونید در این زندگی تو من نبودم به چند جرمانی یه مصری شدید که ما توی دردم جلو ما چی بود اسمشون گفتن فاندرلوسی و این که نیستید به حرف دیگرون گوش میدید تحمل دارید و بعد از جواب میدید قدر اون جواب بخواست ما نظر ساز طرف قوار بلاخره برنامه بعدی نمیشه اطلاعات بده و اون شخص هم باید پای اون اطلاعات بگیشته. بله خیلی ممنون. من حتما چیز بکنم و شما میخواید گوش بدین من از روی سپیکر براتون میدارم ولی صدا برای شما میگم. بله اصلا که اولا هر کسی به برنامه من تلفن میکنه کردیته هر کسی هر چی میگه زنگ بزن اینجا که ساعت چنده بازم کردیته یعنی شنونده برنامه تو تلویزیون رادیو که پخش میشه شو برای عموم دوست داره مردم بشن نگاه بکنن حتی اگه دارش فکر میکنن مثلا من پیرنم قشنگ نگاه کنن حتی بگم من قیافه مسخره است جمع شدیم نگاه کنیم قیافه یارو مسخره است مثل هندونه میمونه بخندن به من بازم اوکی هر موقع کسی که یکی بگه آقا شما خیلی باهوش یکی بگه شما احمق یکی بگه خوب بدی هر چی که بخوام بگم در واقع برای برنامه کردیت و بیننده برای برنامه کردیت به هر نحوی که میخواد باشه همین بیننده هاست که بعد برای برنامه پول میسازه که این در دنیای امروز هست ولی در دنیای هپروتی اکثر تلویزیون های ایرانی اینطوری نیست اون فضا فرق میکنه اون دنیا این دنیا اینجا نیست اون دنیا چیز دیگه است که برنامه های دیگه هست که حالا مفصل صحبت در صورت این از این مطلب اول فمینیسم من اینا همه راجعش حداقل 4 ساعت شو دارم وقتی میرید به fortune.com fortune.com قسمت میدیا همه اینا شعارش اینجا هست حالا گفتیم حالا چون برنامه همه لایوه ممکنه یه خود جسته گرفته باشه ممکنه یه خود یه حرفایی مثلا 2-3 درصد حرفای بی خودی قاطیش باشه یه حرفایی زدیم بعدا تحصیل کردیم یه عوض کردیم چون برنامه لایو ولی به طور اصلی اون مینستریم و اون کور اصلی برنامه رو ببینیم جواب مطلب اونجا گفته شد اما جواب سوال شما فمینیسم یا فمینیست بودن خب معلومه یعنی طرفدار جنس مؤنث فمینیست
گذاشتن که من از هر چیزی که با ایست هست بدم میاد، از فمینیست، از ناسیونالیست، از امپریالیست، از اینیست، از اونیست، از کوفتیست، از هر چیزی که ایست داره من بدم میاد. و این نشون دهنده اینه که ایست دنبالش هست، یعنی آدمایی که تو اون ایست هستن همه گله هستن، جز گله هستن. بخاطر این ایست یه دونه قانون اساسی داره، باید باید این به خب حالا هر ایستی که میخواد باشه. خب فمینیست هم همونطوریه. وقتی میگه من فمینیستم یعنی چی؟ یعنی من کسی که فمینیست نیستن زنها رو دوست ندارم، من فمینیستم که زنها رو دارم. این بماند. حالا فمینیست یعنی طرفداری از حقوق زنها، طرفداری از حقوق زنها تا حدی که به عنوان یک شهروند و به عنوان یک موجود در جامعه انسانی، مرد زن، به عنوان یک بنی بشر، به عنوان حالا چه کلمه هیومن بین وقتی هستن، این اگر قرار باشه که منظور این باشه که مساوی هستیم، حقوقمون با رعایت بشه، اگه من یه جعبه رو برمیدارم میبرم به عنوان مسئول پست اونجا میذارم، اگه مردم یا اگه زنم حقوقم با هم فرق نکنه، خب این درسته و همه مردم اگه اینجوری بشه همه فمینیستن، مگه اونایی که شعبه نیستن و میخوان زنو بکوبن و میخوان زنو سواک بکنن و له بکنن. و در غیر این صورت من خودم هم فمینیستم اگه اینجوری باشه، من میگم آقا زن و مرد با هم مساوی هستن، اگه من میبری سربازی زنم باید بری سربازی، اگه من میبرم تو رو بیرون پولشامو تو میدم یاد بگی تو باید من ببری بیرون پولشامو بدی، خب اگه من با تو ازدواج میکنم میخوام برم سر کار و پول بیارم تو خونه و شما میگی من تو خونه میمونم کار میکنم، میگم شما مهریه بده کار نیستم، فمینیست مساوی میگه. ولی فمینیستی که اینجا یه سری زنا میگن و این کلمه فمینیست شده، نگاه میکنی و باشون حرف میزنی، چه از دیدن قیافه طرف چه از حرف زدن طرف، معلومه که این یعنی من ضد مرد هستم و خواهان برتری زن به مرد هستم. و این چیزی هستش که بگذاریم که گذشته از اینکه خلاف قانون اساسی آمریکا است که هیچ کس برای کسی هیچ کس برتری نداره، خلاف اخلاق هم هست، هیچ کس به هیچ کس برتری نداره. فمینیست ها میگن که مردا باید بیان خدمتگزار زنها باشن، فمینیست ها میگن که مردم زنها باید از مردا بالاتر باشن، زنها we are better، همشون میگن، من باشون صحبت کردم، با خیلی هاشون صحبت کردم، به ندرت دخترای جذابی هم توشون پیدا میشه که با اونام حرف میزنی اونا میگن بله we are better، ما برتری زنها نسبت به مرد میخوایم. که این چیزی هستش که خب اون در دنیای توهمی خودش میتونه هرچی میخواد خیال بکنه. عملی شدن این قضیه به خریت مرد مربوطه که مرد اجازه بده این عمل اتفاق بیفته. و این قضیه فمینیسته. وگرنه اگه بخوای از لحاظ قوانین مردم پسند و همه پسند فمینیستی صحبت بکنی، از همه شما فمینیستر خود من هستم. و اونه. این مسئله فمینیست. مسئله دوم قضیه مهریه یا مهریه که بگین، زن در طول تاریخ هنوزم الان هم همینطوریه و من فکر میکنم تا آخرش هم همینطوری باشه، برای سکسی که به مرد میده پول میده. الان میگن Now women want security. همیشه الان یه سری مردم این کمی security انقدر تو موقعش باید security، زن از من security میخواد، security it means money. وقتی زن میگه من security میخوام یعنی پول میخوام. حالا شما الان پول من به شما، من چند جور من میشم به شما پول بدم؟ شما پول بگیری، میخوای بری ماشین بخری، میخوای بری غذا بخوری، میخوای خونه بخری، خونه داشته باشی زندگی کنی، پول آورد. من میتونم بگم آقا $1000 من به شما پول بدم. میتونم چک بنویسم به حساب بانکی حواله کنم. میتونم بگم آقا جون من به تو پول نمیدم. من خرج آب و برق تو میدم، یه ماشینم مثلا لیست میکنم، کرایه خونه‌ت هم من میدم. یا نمیخوای کرایه خونه بدم، مثلا شما بیا برو تو اتاق دومی خونه من زندگی کن. بدم پول دیگه. هر سکیوریتی غیر پولی که هست زن از مرد نمیخواد. در ازای سکیوریتی پولی که زن از مرد میخواد، یعنی در ازای پولی که زن از مرد میخواد، در دنیای امروز و چه در زمان گذشته، هر سکیوریتی دیگه ای رو مرد بخواد لگدمال بکنه، زنه با کمال میل اجازه میده. نمونش داشتن 5 تا زن. سکیوریتی اخلاقی درش نیست، سکیوریتی عشقی درش نیست، سکیوریتی کامیتمنتی درش نیست، شکل خانواده به هم خورده است، پدر مادر معلوم نیست، فضا به هم خورده است، مهم نیست اصلا. شما نگاه کن دخترایی که با آدمای پولداری که
نه کلاس داره نه سواد به درد خوری داره، خیلی هاشون هم ممکنه کارشون کار غیر قانونی باشه، هنوز میگردن با خوشحالی سرشون رو بالا میگردن که فلانی واسه من این انگشتر خرید. سکیوریتی پولا قبول داره ولی سکیوریتی غیر پولی رو اصلا واسش مهم نیست. پس این یه یوفمیزمه، یه نوع سفسطه است، یه نوع مسخره کلامیه که به شنونده میکنن و اینتلیجنس و هوش شنونده رو دارن مسخره میکنن که میگن اینا women want security. No, women want money. And this is no problem. به خاطر اینکه مردها همیشه به طور کلی، حالا بعضی استثناء هستن که پرتونه گوش میدن، خرجها رو این خرجها رو نمیکنن. ولی خب به طور کلی مردها همیشه برای زنها پول میدن تا زن رو به دست بیارن. مرد پول دارم همینطور، مرد بی پول هم در حد خب بخاطر همین هم هستی که مردها هرچی پولشون کمتره زنهایی که پستشون میخوانن کلی کلی درستن و مردها هرچی پولشون بیشتره به طور کلی میگم. حالا یه مرد خیلی خردپول که هنوز اسیر اون دختر کجی کلیه که مثلا 30 سال پیش باش ازدواج کرده یا 20 سال پیش باش ازدواج کرده، 8 سال 50 تا دوست دختر هم داشته ولی همیشه شما ایشونو با این خانم تو عروسی ها و مهمونی ها دیدی فرق میکنه. من کلی دارم میگم و ریالیتی، نگاه واقعی نه نگاه توهمی که شما دوست دارید. بخاطر همین هست که مرد بعضی پولیش بهتره، بخاطر همین هست که میگن وقتی مرد تو مورد تو تا میشه زیر سرش بلند میشه. اینا همه شوهایی هستش که من دو ساعت اجرا کردم، همش هم توی fortune.com هست قسمت میدیا. و پوله، سکیوریتی مزخرفه، پول میخواد زن از تو. شما بگی من سکیوریتی اخلاقی به تو میدم، من تو سکیور میکنم که تا آخر عمرم تو رو دوست داشته باشم، من تو سکیور میکنم که من آدم تحصیل کرده هستم و در هر زمینه ای اگه بخوای من صحبت بکنم یا بحث بکنم یا هنرمو نشون بدم در این زمینه‌ای که میدونم و در زمینه‌ای که صحبت میدونم آگاهی دارم در خدمت هستم، سکیور بهت میکنم. من به تو قول میدم که اگر مشکلی داشته باشی که و وجود من دستم پام چشمم کلیم لازم باشه من به تو سکیور میکنم، هیچ دختری گیو کراپ هم نمیکنه واسه من. و اگر هم بکنه و خوشگل باشه، خوشگل اونایی که خوشگل نیستن میگن من به این حرفا اهمیت نمیدم، عزیزم نمیتونی بگی اگه چشم و لب و دهن و سینه و کمر و باستن و پوست و همه چیزا درست بود نمیکردی، الان نمیتونی که بکنی. خب اگر هم یه دختری جذاب و خوشگلی پیدا بشه که این کار رو بکنه، من میدونم اون شما بازم تمام بیبیننده ها و شنونده ها جمع بشن، سه نفر رو ممکنه بتونیم اسم بیاریم که این کار کرده، اگر هم پیدا بشه دیگران دوربری و مخشو میخورن، چون یه دختر خوشگل میونه 45 تا دختر کورکچر کجوکوله بزرگ نمیشه که تو مدرسه و دانشگاه 30 تا دختر کورکچر کجوکوله دنبالش نمیگیرن که دورشو نمیگیرم که با هم برن مهمونی و پارتی و همسال خودشو پیدا میکنه. مورالسی کم کمتر کم بیشتر با همدیگه کبوتر با کبوتر باز با باز قضیه اینه. و اونم اگه نخواد دیگران پوست کلشو میکنن که تو یعنی چه what's wrong with you، نگاه کن فلانی با فلانی برای سمتیده. اگر یک در میلیون این کار رو بکنه و دیگر هم رو همیشه بالا سر میزه چکرش نگه میداره که این همه پولدار دنبال من بودم، من با تو بودم، تو حالا من بده کاری. خلاصه بگم آقا مهریه یا اینجا حالا هر اسم دیگه ای داره، تو یک کسایی میگن نه خیر آقا مهریه مال اسلامه، ما که مسلمان نیستیم، ما اصلا به این مهریه اون چیز قدیمی بربری که بربری که مال اسلامه. نه خیر، همه جای دنیا مهریه داره و اسمش فرق میکنه. مهریه از تو اسلام در نیومده، توسط اسلام هم اختراع نشده. همیشه همه جای دنیا زن با مرد میخواد بخوابه ازش پول میگیره. آقا عنکبوت هم وقتی میخواد جفتگیری بکنه باید نرش باید یه دونه پشه شکار کنه بندازه اونجا رو تو بخوره این با اون جفتگیری بکنه. این قانونیه که طبیعت گذاشته و خالق جهان گذاشته اینا. حالا خالق چیه چجوری اونم بحث نداره، کجا هست و اینا کاری نداریم، ولی به هر صورت هست و پول میگیره. شما باید به عنوان یه مرد زرنگ تا اونجا که میتونی پول ندی، به خاطر اینکه حضورت در کنار زن اول چیزی از چیز زن خیلی میخواد، باید مرد با قلبش باشه. سکس تا که یه ذره کم زیاد بشه زن ولت میکنه میره، یعنی زمان گذشته نیست. اگر کوچیکترین رفتاری بکنی خوشش نیاد، 45 تا هلیکوپتر مسلح بالای سر دیدی اینجا خبری میشه، هلیکوپترهای نیوز و فلان و فلان و پلیس و مالیس میان بالا سرش وار میسه، 45 تا هلیکوپتر مسلح تو فیسبوک اینجوری داره شنا میکنه، به محض اینکه تو پاک به لحظه descending the hell upon her head. با اینا همه منتظرن، چون شما فقط باید مخت کار نکنه، کلت پارسنگ برداره که بخوای پول مهریه بدی.
ازدواجی که شما با یه زن در دوران امروز میکنی automatically is a lot of credit, a lot of money, a lot of health, a lot of security که به اون زن داری میدی. مهریه شما طلبکاری از زن. شما داری به آقا شما میری خواستگاری، حالا خواستگاری همش نمیدونن شیرینی بخورن، دختره با چادر بیاد، چادر گاز بگیره ول کنه بیفته فلان. نه، هر موقع شما میری با یه پدر مادر یه کسی صحبت میکنی داری خواستگاری اون زن میدی دیگه. میگی بیا بریم خانوادهمون ببین، یعنی اومدی خواستگاری. خب شما هر موقع میخوای اولین سوال و حالا به صورت کلامی ممکنه پرسیده بشه یا ممکنه به صورت دستور تدبیری مطرح بشه که آقا میتونه دختر منو خوشبخت کنه یا نه، کار شما چیه؟ اگه بگم من شغلی ندارم، من گیتار میزنم اینا و موزیکم بلدم، گیتارم میزنم و شعرم میگم و اینا، شغلی ندارم، یه ذره پول در میارم، حالا مهم نیست. دختر شما مگه دانشگاه نرفته، مگه مثلا خواستم دکتر نیست یا مثلا روانشناس نیست یا نمیخواد روانشناس بشه دو سال دیگه، اونقدر پول من احتیاج داره، پولی هم که من دارم کافیه واسه که غذای رو میز بیارم و اینا، شاگرده مثلا گیتار درس میدم فلان. شما اگه اینو بگی با تیپا بیرون میندازن، چون شما نمیتونی خوشبخت کنی. یعنی چی؟ شما اینقدر نمیتونی پول بیاری که اون دختر به هدفهای پولیش برسه. شمایی که باید جونتو بذاری از 15 سالگی کار کنی و بری مدرسه و این و اون و اون و اون تا برسی به یه سنی که انقدر بکاپ مالی داشته باشی که بتونی یک دختری رو خوشبخت کنی. خب پس همه اینا یعنی چی؟ یعنی دختره اون کارهایی که باید میکرد خوشبخت بشه رو شما کردید که اون خوشبخت بشه. پس دختره باید باید شما مهریه بذاره، بگه اگه شما سکته کردی در سن 56 سالگی به خاطر ازدیاد کار که من میخوام SUV داشته باشم، خونم که ببلگیز باشه، این لباس ها رو بخرن، جواهرات رو داشته باشم، برای این کار شما باید 6 صبح بلند بشی با نیویورک صحبت کنی، 10 صبح اینجا صحبت کنی، بعد با هندوستان حرف بزنی، بعد با اسپانسر تو دبی حرف بزنی، بعد جون بکنی تا شهر بزنی. شما ممکن در 56 سالگی سکته بکنی. خب به خاطر همین اگه سکته کردی از 56 سالگی به بعد من بدهکارم به تو. یا اگه شما 20 سال کار کردی و بعد من خواستم دوست پسر بگیرم، یا شما اگه چیزت بلند نشد خواستم برم دوست پسر بگیرم و بگم من میخوام برم زندگی تو گذاشتم پایین، در نتیجه شما من انقدر به شما بدهکارم چون شما 20 سال پول دادی من حال کردم. شما مرد از رو خریت خودش بجرد که بگی من مهریه میخوام، میگه من مهریه میدم. این هم مهریه. قسمت سوم، سوال بعدی این بود که بلاهایی که به سر زنها میاد، حالا چه خودکشی، چه چیزای دیگه، چه دیپرشن، چه هر چیز دیگه که به سر زنها میاد، بیشتر توسط مردان، خب مسلم زن با کی در تماسه؟ با مرد در تماسه. و خانوادش و دوروریاش و مردوس پسراش و هر اینا هستش و این نسبت به مراتب بیشتر از اینه که بلاهایی که سر مردها میاد از دیگران با خانواده و اطرافیان و زنها هستش. میگه این نسبت بیشتر از اونه. این برای من make sense میکنه. این به نظر من عقلی میاد این حرف. این به معنای این نیستش که زنها توسط مردها دارن بهشون بلا سرشون میارن، یا اینکه خانواده تر مرد زنها بلا داره میاره، یا زنها victim هستن و قربانی هستن در جامعه. این آمار اگرم درسته یا پایینتره یا بالاتره، این آمار به نظر من درست میاد، یعنی make sense میکنه عقلی. چرا؟ خیلی دلیلش واضحه. زنها همیشه مسئولیت همه کاراشون رو در گردن دیگران میخوام بندازن. یه مرد باید بیاد منو خوشبخت کنه، یه مرد باید تصمیم بگیره که فرمان زندگی دست مرد باشه، مرد مسئول اینه، مرد مسئول اونه، مرد باید این کار بکنه، مرد باید اون کار، این خراب شد تقصیر مرد است، اون نشد تقصیر مرد است، همه چیز تقصیر مرد است، چون مرد مسئوله. مرد باید میگه، زنا میگن in so many words در همه لنگویج ها، اگر من بلد نباشم میتونم حس بزنم که هست، در اکثر لنگویج هایی که من بلدم و یا حدودا شنیدم و بلدم میدونم که این جمله ها شبیه این زیاد است. میگه که I want a man who sweeps me off my feet، یعنی اینجوری بزنه، اینجوری زیر پام بلندم کنه، بغلم کنه، sweep off. یکی میگه والا من چی با جارو سویپ میکنم که پرتش بیرون داری. anyways that was a better joke. ولی بالاخره زنها میخوان مردی to take charge to sweep me off my feet، زنی که کار بکنه، پول در بیاره و تو پای خودش بیسته،
اگر قرار باشه بره با مرد ازدواج کنه زندگی کنه، اون مرده باید خرج زندگی بده. آمریکایی ها میگن your money is my money is man money، یعنی پول تو برای زندگی منه، پول من رو هر کاری خودم خواستم بکنم. در غیر این صورت زنه آهنگ آقا بالاخره نخواستم رو واسه میخونه، یعنی من آقا بالاخره واسه چی میخوام داشته باشم که تو باید مسئولیت بگیری. من چطور برم دندون پزشک باشم، برم سر کار از ساعت 8 صبح جون بکنم اگه بیزنس بند داشته باشم؟ پول سال دندون پزشک الکی حال من دانشگاه رفتم حالا خونه نشستم بچه نگه میدارم؟ نه، دندون پزشک که از صبح بلند میشم تا ساعت 6 بعد جون میکنم اعصاب دست گردن چشم داغون میکنم پول میسازم. زنگ خانومی اگه اینطوریه و 6 بعد میاد خونه غلط میکنه شوهرش بگه چرا یقت وارده، غلط میکنه بگه این کی بود دو تا زنگ زد، غلط میکنه بگه چرا دیر اومدی، حق نداره هر چی حرفی بزنه، موقعی حق داره حرف بزنه که you pay the bills. پس من زنها به طور کلی، نه همه ولی به طور کلی، مسئولیت کارشون گردن مرد هست و گردن دیگرانه، چه واقعا چه به صورت چه اداش بکنن. و بعد هر بلایی که سرشون میاد نهایتا به اونا بلیم میکنن. مامانم اینجوری گفت، اینجوری گفت، من مجلسم باید ازدواج کنم. مامانم گفت با این حق نداری ازدواج بکنی، اگه اینجوری کنی از اسم محرومش میکنن. من چون عاشقش بودم ازدواج کردم، حالا از اسم محروم شدم، حالا اون برام طلاق داده، حالا من بدبختم. پس تقصیر کی بود؟ تقصیر اون مرده بود که به من خیانت کرد. ضمن تقصیر مامانم اینا بود که گفتش که اگر طلاق بگیری دیگه ما آبت میکنیم و دیسونت میکنیم، دیگه پول خانواده ما اونطوری که الان بدبختیم. تقصیر دو نفر، یک اگه اونا اجازه میدادن معلوم میشد برگردم خوشحالشن، دو اگه این فلان فلان شده به من خیانت نمیکرد معلوم زندگی خوب بود. بله، همیشه مسئول هر چی که هست مردا هستن، تقصیر اوناست. بخاطر همین که به طور کلی بلیم میشه توسط به دیگران، برون فکنه، یه نوع سایکولوژی برون فکنه. سایکولوژی به چند دسته هستش که فکرایی که مردم دارن، یکی کسی رو برون فکنه که میگه تقصیر دیگران، یکی کسی در درون فکنه همش میگه تقصیر خودمه، بدبختم بیچاره اینا. و یه سریش هم هستش که ریالیتیه و اون این که تقصیر هر کی هست مشخصه و شرطانگاهی هر کسی هم مشخصه. این هم درست میگی. و سوال آخرت هم در مورد بدن فروشی و تن فروشی و اینا بود که در زنا بیشتر از مردا هستش. خب معلومه، این همین دو سه سال قبلی همین قضیه همه به دخترها یاد میدن که شما خواستنی هستی و برای اینکه مرد بخواد بیاد به شما از شما سکس بخواد بگیره، شما باید از اون سکیوریتی بگیری که بعدا فهمیدیم که سکیوریتی به زبان فارسی ترجمهش میشه پول. و شما میبینید به طور کلی این قضیه هست و مردا یاد گرفتن. از یه طرفی ما تو شوی پرتونه ثابت کردیم که زن به طور کلی کالاست، این قضیه ثابت شده. من گفتم 3-4 ساعت یه سری آدم دعوا کردن و فوش دادن اینا، بعد دو تا روانشناس اومدن تو برنامه، اولش با من دعوا کردن، اینا همه هست گوهر کاوه آشتو پرتونه هست. دو تا روانشناس، یک دکتر روانشناس اومدن، خانم بودن، اول دعوا کردن با من، یه خود اخم تخم با من کردن و آخرش هم گفتن من 80% حرفای شما رو قبول دارم، that means leave me alone. خب هنوزم که هنوزه هر روانشناس اولی العزمی رو که کتاب داره و از طرف خدا اومده شما میشناسید که حاضره و جرأت داره، فکر میکنه یا فکر میکنه که میتونه بیاد به بهروز پاکشیر نشون بده در حضور شما که بهروز پاکشیر اشتباه میکنه، زن کالا نیست، هنوز ما اینجا هستیم وایستادیم و تو تلویزیون تو رادیو همیشه هستیم، هر کس خواست میتونه بیاد و شانسش رو امتحان بکنه، دست بالای دست بسیاره. و چون زن کالاست، کالاییست که توسطش باید توسط مرد باید به خاطرش پول پرداخته بشه و این برعکس نیست. خیلی به ندرت هست زنایی که بخوان پول بدن برای سکس. زنی که برای پول برای سکس بخواد بده کیه؟ زن جوان که مردم صف کشیدن واسش که باید بخوان بخوابن، پس اون پولی برای سکس نمیخواد بده، پولم میگیره برای سکس. اون زنی هستش که سنش رفته بالا، جذابیتش انقدر کم شده که یه مرد جذاب نمیخواد. برای هر زنی همیشه مرد هست، ولی اون مرد زنی که اون تو فانتزی مردی که اون تو فانتزی خودش میبینه حاضر نیست بیاد باش بخوابه و اون کارهایی که اون دوست داره تخت خواب واسش انجام بده انجام بده اینا. بله اونا هستن که استخدام میکنن، مردایی رو میان جیگولو بهشون میگن، پول میدن بهشون. ولی حالا نگاه کن درصد زنایی که سنشون بالاست و جذابیتشون هم کم شده و پول هم دارن
چند درصدشون هنوز انقدر استامینای سکسی و لیبیدوی سکسی دارن که باید یه گردن کلفتی بیاد و این کارا رو واسهشون انجام بده تخت خواب. اکثرشون ناراحتن و دیپرسن از اینکه چه شوهر ندارن، ناراحتن و دیپرسن اینکه چه زندگیشون ورکاپ نکرده، ناراحتن و دیپرسن که چرا من لبم اینجوری شد کالجن بزنم، دماغم اونجوری شده پوست کشی بکنم، این کار بکنم، اون کار بکنم، just to stay in the market. و بله، بخاطر همین هم است که درصد زنایی که پول برای سکس میدن به پراستیتوتای مرد یا به جیگولوها به مراتب خیلی 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 زیاد کمتر از مردایی است که پول برای زن میدن. به طور عمومی اکثر مردایی که با اکثر زنان هستن، چه دوست دخترشه، چه یه شب میاد خونهشون، چه نامزدشه، چه زنشه، چه داره باهاش زندگی میکنه، چه هر چی که هست، این برای سکس با اون زن داره پول میده، انقدر پول میده که اون زن جای دیگه نباید بره. حالا میخواد بگه اسمش دوست دخترشه، میخواد بگه اسم زنشه، میخواد بگه 7 سال داره باهاش زندگی میکنه. خب به ندرت شما خانواده هایی میبینی که زن و مرد هر دوشون تا آخر عمرشون با همدیگه به مقدار مساوی کار کنن و به مقدار مساوی پول بیارن تو خونه و هنوز همدیگر دوست داشته باشن و هنوز بالا سر بچه هاشون مثل شیر وایساده باشن و به اونا یاد بدن. این اتفاق که خیلی به ندرت میفته تو خانواده بنده افتاده. خدا هر دوشون رو نیت داره، هنوز هم مثل شیر بالا سر ما وایسادن و هر دوشون هم همچی کار کردن و حقوقشون هم هر دوشون تقریبا کمابیش با هم دیگه یکیه. خب؟ و that's where I'm coming from. That's why I beat the hell out of you all gold diggers. خب؟ و این قانون دنیاست. به خاطر همین هم هستش که این 4 تا سوال شما رو من شکنم به همدیگه بپیچونم و جواب بدم. شما هنوز اگه روی ایر هستید و خط هستید مطلب دیگه داری من در خدمت هستم. خواهش بودم مستقیم من کلمه در موضوع با فمینیسم شما هم خواهد یه فور کنید من سیمه میل یعنی مرد و فیمیل یعنی زن. فیمیل اینکه من اومد به فامیلی یعنی تو هم خداشی فامیلی خانوه درست نمیشه مادر و جنس در واقع تولید مثل زایمان میکنه برای تولید خانواتین در رابطه فمینیسم و فیمیل توی فرما رو ایچه موجود کردم و ایکی حالا این مسئله با اون مسئله محلیه رو که گفتید آیا باید پس رو تمام از یانویان هست ولی هر کدام به یک شکل خاص خودش صد درسته در اونه اینکه دینم ندارن توشم اون بی دینا هم همش محلیه دارن. شما هر دختری که تر روی خوبی داشته باشه چهار تا گردن کلفت پول داره دنبالش هست، اگه بگی بهش سکیور نکنی که من به تو اینقدر پول میدم رو من ازدواج کنه اینقدر پول گیرت میاد و اینقدر شرط پولی گیرت میاد که با حاضر نیست با شما بیاد. وقتی این از اول نیش رفت تاریخ بوده و از هم از ساخته بیاد به بودن این محلیه رو من شهرم چیگرم هنوز یکی دو ماه نگذاشته من میره اجرای که بله. خیلی متشکرم از لطف شما که زنگ زدین و در واقع شوی ما رو ساختین. یک ساعتی سر نیم ساعتی من روی یه نفر زدن این حرفا که من گفتم من به خبر قبلا 2000 دفعه گفته بودم زمین حفظم اینا رو و هنوز تلفن ها همیشه بازه. کسایی که ابجکشن اگه دارن نسبت به این قضیه یا سوال دارن یک گوشه قضیه نامفهومه یا من حرفی زدم به نظرشون ضد و نقیض میاد یا کلیر نیست و واضح نیست، من خوشحال میشم که سوال بکنم من توضیح بدم. به خاطر اینکه ما الان توی یه دنیایی هستیم که این دنیا با دنیای فریتل والت دیسنی 30 سال پیش یا 40 سال پیش فرق میکنه. این دنیا دنیایی هستش که خیلی از ارزشهایی رو که قبلا ارزش بوده خراب کردن و صورت ارزشهای جدید یا بدون بی ارزشی های جدید در اومده. شما در این دنیای بی ارزش هم هنوز you need to get sex، هنوز you need to به عنوان یه زن you need to have somebody to support you، you need to have kids، میخوای بچه داشته باشی تو این دنیا، میخوای تو این دنیا با مرد باشی، سکس میخوای، تنها نمیخوای باشی، emotional support میخوای، این میخوای، اون میخوای، پول میخوای بذات خرج بکنن، اینم نه به روز پاکشی درست کرده نه به روز پاکشی میتونه خراب بکنه. در نتیجه این داستان دنیاست.
مسئله اصلی، برای مهمترین چیز برای حل کردن این مسئله فهم صورت مسئله است. صورت مسئله اینه الان شما اگه میخوایی دختری بیاد با تو، شما باید علف تو جیبت داشته باشه، مارتینی هم تو خونه داشته باشی، وادکا و ویسکی هم باید خونه داشته باشی، مشروب هم نمیخوری نخور. من نه مشروب میخورم نه سیگار بکشم، و لزومی نداره مشروب بخورم سیگار بکشم، به خاطر اینکه هر چیزی که اونا به دلیلش مشروب میخورن من اصلا بدون مشروب هم ready to go. مشروب بخوری جرأت داشته باشی؟ جرأت. فکر نکنم کسی بیشتر از من اومده باشه اینجا وایساده باشه بگه bring it on baby. و سیگار میکشی کشی. من لازم ندارم. ولی تو خونه هم بیای مشروب و سیگار هست. چرا؟ به خاطر اینکه من با هیچ دختری شوی پرچونه واسه مست نمیکنم. با هیچ دختری اجرای مسئله فمینیست و زن کالاست و سکس در مقابل مانی و پخت زهرمار و منال ویژوال به اون ایموشنال نمیدونم این اون تفهم است. با هر دختری که وارد میشه اون دروغایی که اون میخواد باید بشنوه. اگه نشنوه چیزی که میشه اینه که چیزی رو که قرار باشه تو خونه من بیاد به من بده، میبره به این گردنکلفت شطور بغلی که با لبخند و با یه او یس بیبی زیبا لطیف بهش حال میده، میده تحویل اون میده. خب واسه من چی درست میشه؟ چه فایده واسه من داره؟ یه ایش میکنه I believe you're a jerk بعد میره بیرون. چرا من این کار رو بکنم؟ من این کار جلوی دوربین انجام میدم که خدمتی باشه به جامعه. حالا دیگه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع، تویی که باید بشینی فکر بکنی ببینی که کجای کار خلاف رفتی. میگن در نرد عشق شکست خوردی، راست میگه. بخاطر اینکه در تخت نرد بازی بلد نیستی که در نرد عشق شکست خوردی. شما یه دختری، شما میگردی از سن مثلا فرض کن 15 سالگی تا سن 25 سالگی 10 تا 20 تا 50 تا دختر رو میبینی عوض میکنی، اینا به یه دختر برخورد میکنی همه چیزش اونجوری که ظاهرا میخواستی هست. پس فکر میکنی اگه من بخوام اینو نگه دارم، هم پرزنتبل، هم خوشگل، هم سکسی، هم همه چیز درسته و ببینید من میخوام اینو نگه دارم، لازمش اینه که من باید بهش خیلی سرویس بدم. و شروع میکنی سرویس دادن، ضمن سرویس هایی که شما میدی به خاطر اینکه you put in heart to it، نگر بدم باش میدی. در اینجا اون معلوم نیست که اون اینطوری فکر میکنه راجب تو یا نه، معلوم نیست که اون راجب تو اینطوری فکر میکنه یا نه. در اینجا ما هیچ موقع ریالیتی چک نمی کنیم، ما فقط سرویس میدیم. در اینجا اونجاست که به من که پاشو گذاشت کج گذاشت و یک کار دیگه کرد و با یک کار دیگه از دوستای قدیمیش دوباره شروع کردن با هم دیگه خوابیدن و سکس کردن و یواش یواش تو رو گذاشت رفت، وقتی که دلت میشکنه، وقتی که از زنا متنفر میشی، اون وقتی که فکر میکنی که دیگه باید پدر همه زنا رو در آورد. همونطوری که خیلی از زنا فکر میکنن باید پدر مردا رو در آورد. چرا؟ چون با افکار احمقانه خودش رو اون مرده تو الوژن و دلوژن خودش رفته جلو و بعد وقتی واقعیت رو فهمیده از مرده متنفر شده به جای اینکه بفهمه خودش اشتباهش چی بوده. سورس پرابلم رو نرفته پیدا کنه، رفته اون شخص پرابلم رو داره بلیم میکنه. سورس از کجا اومده اون رفته مبدأش رو نرفته پیدا کنه و از مرده متنفره و بعد فمینیست میشه. فمینیست آقا کسی میگه من فمینیستم، اولین چیزی به ذهن من میاد لزبیان. اکثر کسایی که من دیدم، حالا من همه رو ندیدم، وقتی میگه من فمینیستم تمایل لزبیانه هم داره که هیچی قیافش هم به لزبیانه بوچ هم میخوره، موهاش هم تا پشت دوشش بوداست، اون وقت میگه من فمینیستم. هیچ پرابلمی من با لزبیان ندارم. Actually I enjoy watching lesbians. هر کی لزبیانه بیاد مهمون ما خونه ما I love to watch and I will not touch not so much. خب ولی هیچ پرابلمی ندارم. از من خوشم نمیاد، من از زن خوشم میاد، من فمینیست، من لزبیانم و چون من لزبیانم و ضمناً طرفدار برتری زن به مرد هستم، به نظر من باید این باشه، به نظر من باید اون باشه، اینجوری. خیلی خوب اینو میشه فهمید. ولی وقتی میگی فمینیست برابری زن و مرد، یعنی خیلی خوب من میگم بچه‌ها من سربازی میرم تو سربازی نمیری اگه ما برابری زن و مرد نه. نه خب آدم که همه جا برابری نیست، ما یه جاهای دیگه‌ای برابری می‌خوایم. مثلا کجا؟ یعنی معنیش اینه که ما اون جاهایی که از شما کمتری می‌خوایم از شما بیشتر باشیم، اون جاهایی که از شما بیشتری می‌خوایم همونجوری بیشتر بمونیم، یا اونجا که کمتری می‌خوایم با شما مساوی باشیم، کمتر نباشیم، ولی اونجا که بیشتری می‌خوام بمونیم. اگه قرار باشه که من و شما داریم یه جایی میریم، اگه یه خانم اومده من بالاشم صندلی بدم به تو چون من جنتلمنم،
فمینیست ها شکایت نمی کنن. اگه شما در یه جایی یه خانم بیاد و شما بلنشی بگی خانم بفر بشین، مثلا اتوبوسیه تو ایران قبلا اینطوری مد بود، حالا نمیدونم هست، ولی الان تو زن و مردانه نیست، موقعی زن و مردانه. بعد بفر بشین، شما اگر ببینین صحنه ای رو که یه مرد در یک جایی در یک کشور اسلامی ریشو بلنشه یه زنی بشینه، اینو پخش کنی، هیچ فمینیستی شکایت. و اگر یک مرد ریشوی وارد میشه به اتوبوس یا به یه محفلی، صندلی یا پره، یه زنی بلنشه بلند نشه و جاشو به اون نده و همینجوری بشینه فکر کنه حق منه، فمینیست ها راجبه شکایت نمیکنن. حالا من یه مثال خیلی ساده زدم که زیاد تو مسائل کانتروورسی و مذهبی و نمیدونم جنایی و اینا وارد نشدیم، اصلا خیلی زیاد میشه در زمینه‌های مختلف گفت. ولی فمینیست کلن، حالا اگر لزبیان هم نباشه، منظورش اینه که اونجایی که من از مرد کمترم باید مساوی باشم حداقل، اونجایی که بیشترم نمیخواد بیاد پایین. اگر قرار بشه من ازدواج بکنم و مهریه میگیرم به خاطر اینکه با تو بخوابم و بچه بزام که فانکشنای بدن منه، اگه تو من تو نداری من بچه بزام، زندگیتو سیاه میکنم، با پسر بغال سر کوچه هم شده بخوابم یا پسر همون شده بخوابم من بچه دار میشم، یا شده کاندوم تو رو سوراخ بکنم بچه دار میشم، یا به هر نحوی من بچه دار میشم، اگر هم نشدم پدرتم در میرم، زندگیتم سیاه میکنم، مهریم هم میگیرم و میرم. بگذاریم همه این حرفا، شما میخوای فانکشن، من لذت ببرم از زندگی، پولم بدهکاری. هیچ فمینیستی در هیچ جای دنیا شکایت کرده که آقا یعنی چی که زنا بیان از مردا پول بگیرن برن تو خونه زندگی کنن؟ It is prostitution. کسی تا حالا شکایت کرده؟ نه. prostitution معنیش چیه؟ prostitution معنیش اینه sex for money or monetary equivalence، یعنی پول در sex در مقابل پول یا چیزهایی که مساوی پوله. چی مساوی پوله؟ اتاق خواب زیبا، پرده های قشنگ، مبلمان خوب، مهمونی، پارتی، ماشین، بیمه، لباس، مسافرت، نه مساوی پوله. خرج خونه مساوی پوله. خب That's why یا ما حاضری بری با ما آدم بخوابی بعدن هم لطف نمی کنی که میمونی، اونه که لطف میکنه که میمونه، چون تو که باید بمونی که بچه رو بزرگ کنی، چون تو میخوای بچه رو. اکثر دعواهایی که بین زن و مردای جوان هست سر خواستن نخواستن بچه هست. طرف سر 22 سالگی عاشق شده، 23 سالگی ازدواج کرده، حالا دختره 24 ساله بچه میخواد، پسره 24 ساله 25 ساله من خودم بچه‌ام، بچه رو میذارن و هر نحوی هست، خلاصه گذشته میگذره. اینا خانم 35 ساله است، بچه‌ش 10 ساله است، آقا 35 ساله است، دوست دخترش 23 ساله است، تازه اول قضیه است. خب بعد میگیم اختلاف سن زن و مرد چیه؟ بله صحیحه، البته اگر 4 سال تا 3 سال و 7 ماه این اختلاف باشه، به شرط شما حتما 7000 ساعت با هم دیگه صحبت کرده باشید. بله بعدش هم بیاید مطب من، من خودم باهاتون صحبت میکنم، وقت بگیرید لطفا. اختلاف سن آقا پرچونه میگه اختلاف سن حداقل 15 سال. این سن باباشه داره، بابا چی که الان چی که باباش از خودش 15 سال بزرگتر باشه. چون سن باباتی کلمه بابا اینطور جات رو عذاب میده، بگذار که تو 5 سال بزرگتره، سن داداشته. باید سن داداشته، یعنی تو دیو داداشت میخوابی؟ این قضیه رو تقبیح میکنن با اینکه با این سن بابا ما داره. یعنی چی سن بابا ما داره؟ یعنی کی 15 سال باباش ازش بزرگتره؟ بعدش هم همونطور که گفتم اگه قرار باشه که قبیحه که کسی که سن بابای تو رو داره، اگر فرض بکنیم بابا شما از شما بزرگتر 15 سال سن بابای شما رو داره، پس خوابیدن با اون به معنی که شما بابات میخوابی، پس کسی که سن داداش تو داره خوابیدن با اون یعنی داره داداش تو میخوابی. قباحت از کجا میاد؟ با کجا میره؟ این حرف مزخرف بی خودی، تقبیحی در این قضیه وجود نداره. پس هم زنه همیشه میگه من کسی میخواد حمایت کنه، پسر 23 ساله چطور میخواد از زن 23 ساله حمایت بکنه؟ مگه که با پول باباش بده حمایت بکنه دیگه. یا اینکه مثل این آدمایی که حالا اسم نژادشون رو نمیخوام بیارم، همینجوری دارن میزانو پخش میکنن تو خیابونا، کارگرای ساعتی 1 دلار و نیم 2 دلاری درست میکنن
که البته خیلی خوبه اون کارگره سال یه سال دلارینی هم نبودن، الان همبرگر اینجا بود 7 دلار، الان همبرگر اینجا 1.25 دلار یا 1 دلار یا 2 دلار. یه نوشابه به این گندگی میگیری 6 دفعه هم پر میکنی میشه 1 دلار. اگه کارگرهای 125 دلار 1 دلار این 2 دلاری نبودن، که اگه اینا هی بچه نمیذاریدن مثل خرگوش بچه نمیذاریدن، که خب الان اینجا کارگر قحط بود، ساعت کار گرون بود، هم بگم چه 9 دلار. خب من ممنونم از اون که همچون میذاریم، فکر نکنم من شکایت میکنم، هر کسی جای خودش دنیا داره. به صورت این داستان ها هستش که واقعیت دنیای دیتینگ و واقعیت دنیای زن و مرد رو شما تو شوی پرچونه میتونی بشناسی. اون قضیه ازدواج اختلاف سن رو که داشتیم صحبت میکردیم ادامهش بخواییم بدیم، مگه نمیگیم زن میخواد مرد کنترل داشته باشه زندگی رو، این کار رو کنم باید خب مرد با سنش بالاتر باشه. بعدش هم وقتی واسه یه مردی فرض بکنیم یه مردی پیداش رو سنش هم 35 سالشه، سنش هم مثلا 40 سالشه، 40 سال سن داره، وضع پولی خوب، خانواده خونگی خوب، خونه خوب، ماشین همه چی درست، کارم درست، زندگی هم درست، همه چی درست. خب این آدم دختر که داره سر پولش بالا میره، چپ و راست هم دختره دارن دام میندازن که بیان با این ازدواج بکنن، اینو بکشونن شوهرشون بشه. اینم به همین اسم داره هر هفته دو تا دختر میاره تو خونه‌شو میبره بیرون، بعدش کیف میکنه، لذت میبره، حالشو میبره، نه لذتشو میبره، حالو نمیبره. بعد این آدم باید با سن 40 سال همه زندگیشو بذاره کنار، تفریحشو بذاره کنار، سکسشو بذاره کنار، شروع کنه به حمالی و سرویس و کمیتمنت و توجه و تمرکز و فوکس روی یک زنی که مثل اون و بهتر از اون فراوون بیرون ریخته. و مگه آدم احمق این کارو بکنه؟ این آدم باید وقتشو و تمرکزشو و همه چیزشو و دخترای دیگر کنار بذاره به خاطر یک کسی که مثل اون بیرون زیاد پیدا نشه. واسه یه مرد 40 ساله یه زن 34 ساله بیرون پیدا نمیشه، یه زن 32 ساله بیرون پیدا نمیشه که اکثرش هم طلاقش هم گرفته یه بار، حالا یا ازدواج گرین کارتی بوده یا ازدواج اشتباهی در سن 14 سالگی بوده یا حالا هر چی که بوده. مگه نریخته زن 30 ساله یا 32 ساله که بخواد عاشقانه بیاد به چسب رو بزنه؟ مفکرش از خداشه. این آدم 40 ساله واسهش که اینا ریختن، چرا باید زندگیشو ببنده برای یکی از اینا در این بقیه هست فراوان اینا اون هست؟ چرا من به تو خیابونی که پر تاکسیه من چرا یه تاکسی رو بخرم؟ این نبود بعدی اون نبود بعدی، آدم ماشین رو میخره که تو خیابون واسه وای نمیسه سوارش کنه. من اگه میخوام با BMW این طرف اون طرف برم، من اگه 3 ساعتم وایسم این خیابون BMW نمیاد من سوار کنه ببره، گوی چم بده توش و کولر و موزیک و فلان و ساسپنشن عالی و مثل گربه حرکت میکنه بی صدا. و خب تاکسی که اینجوری فراوانه، مثلا تاکسی نمیخره که آدم، یه ماشین میخره که واسهش وای نمیسه تو خیابون. لوکس گود آر یو، یه کسی که آرم کندی باشه، نمیگم اینا باید باشه، اینا شوونیستیک نیست، اینا چیزایی که واقعیت های دنیا ما نمیخوام بزنیم تو سر زنه. زنه با سن 30 ساله میتونه از 22 ساله گردن کلفت ورزشکار تا مرد 90 ساله رو در اختیار داشته باشه. یعنی اون مردی که زندگیشو بخواد تعطیل کنه که فقط با این زن بمونه، اون مرد باید که مردی باشه که مثل این زن گیرش نیاد، وگرنه دیوانه است وگرنه این کار رو بکنه. اگر کسی دیوانه و احمق باشه که نمیتونه مگر پول داشته باشه، ولی متاسفانه اینجا به سود خانم هست قضیه که مردا وقتی به زن رو میرسن نه بخاطر که ایژوکیشن و ترینینگ درستی و ساعتهای پرچونه کافی ندارن، دیدیم که مثلا طرف ساعت پروازش کافی نیست، مثلا 250 سال بیشتر پرواز نکرده نمیتونه جان بوجت بشینه، مثلا 500 سال با سسنا پریده فالکون نمیتونه بشینه شدی، یا مثلا فالکون اگه مثلا فالکون میشینه اینجوریه، یا مثلا جان بوجت نمیتونه بشینه. چرا؟ ساعت های he doesn't have enough hours, you need to have enough fortune hours. ساعت های پرچونت اگه کافی نباشه ممکنه کرش کنه هواپیما، as good as it might be it might crash baby, be careful. خب در خیلی موارد ممکنه مردان این کار بکنن، ولی تازه اونجا باز پرابلم زنه شروع میشه.
زنه میه در سن 35 سالگی خانمی دکتر بهش گفته که بین 4 تا 6 سال علاقه سربی بفرمایید. آقا بخوای نخوای بگی این صدای شما رو همه میشناسن آقا، از این شوخی ها با کسی نکن. Thank you very much, Bali. قربونت برم، مرسی. من از هواش هواش داشتم جمعش میکردم دیگه، یه دندن دیگه ساعت 2:50 بس. مرسی استاد و ممنون از این فرصت که اومده. خدا رو گرد. بله رپ بکنیم قضیه رو و عبد رپ منظورم این رپ نیست و پوینت اینجا بود که زنه میاد با خانم دکتر روانشناس صحبت کرده، مشورت کرده، 4 تا 50 تا جلسه $150 هم رفته با پول شوهر قبلیش و یک مرد 40 ساله رو پیدا کرد که خودش هم 36 سالشه. خانم دکتر هم گفته بین 4 تا 6 سال خیلی خوبه، این اختلاف سن درک میکنین هم دیگر رو، اون بیجیز رو میشناسه، شما هم بیجیز رو میشناسی، اون از لیدی گاگا بعدش میاد، شما لیدی گاگا بعدت میاد، خلاصه خیلی خوبه اینا. شروع میکنه آقا بعد از 2 سال دوباره دختر 25 ساله خودش رو میاره تو مارکت، یعنی هست اونجا، این حواسش نبوده. بعد میگه مردا خیانت میکنن، مردا دروغ میگن، واقعا من رفتم ازدواج کردم. گوش نمیدی، پرچونه گوش نمیدی. That's your problem. You have to listen to porchune. You have to hit me with questions. بعد سوالا رو بفرستیم واسه من. سوال بکنی بیشتر خانم‌ها، الان خانم‌ها نشستن، می‌خوام ببینم که کجا بعدشون میاد، کجا نه، گوش بکن. خب؟ گوش بکنی نکنی اصلا فرق نمی‌کنه. I am talking. خب؟ خب دوستان عزیز برنامه تمومه. مرسی از تلویزیون مردم فرصت به ما داد که باز با شما صحبت بکنیم. گرچه ما 2 سال آزگاره که رو رادیوی پرچونه 24 ساعته هستیم. رادیوی پرچونه رو شما همیشه میتونید گوش بدین پرچونه.com. وقتی میرید تو پرچونه.com دیگه همه اطلاعات ما اونجا هستش و از اون خواهش میکنم که با هاتلاین پرچونه 712-432-4242 تماس بگیرید، کمک میشه به شوی پرچونه و تبلیغات در شوی پرچونه رو فراموش نکنید. شما میتونید با پولایی که اصلا تصور نمی‌کنید اندر ارزون باشه تو پرچونه و توی تلویزیون ما تبلیغ بکنید و قیمت ها خیلی خوبه، قیمت ها پایین، تکنولوژی بالاست، ارزون شده و اینا همش به جای خودش. پرچونه.com یادتون نره و برامون اگر میخواید ایمیل یا تماسی بگیرید که من بشنوم و ببینم حتما تلفن کنید، به خاطر که بقیه 300 تا ایمیل میاد، 10 تا ایمیل کم داریم، هر کدوم ممکنه ما 4 ماه اصلا باز نکنیم. لطف کنید و پرچونه.com وقتی رفتید PORCHONEH.com رفتین رادیو رو گوش بدین، کامنتاتون بپرسید و تلفن همیشه با تلفن با من در تماس باشید و انشاءالله تا یک شنبه آینده خدا نگهدار.